ای نسخه نام الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. به نام خالق نشانه ها، رفقای درجه یک من، دوستای خوب و میزون و فوق‌العاده با غیرت من، سلام علیکم. امیدوارم حال همتون خوب باشه، خیلی پر انرژی و ردیف آماده باشید یه کارگاه خفن و با هم دیگه بگذرونیم. اصلا وقت نداریم، خیلی کار داریم، خیلی حرف داریم، شوخی نیست بابا، جمع‌بندی اول شهری جمع شروع شد، خیلی باید شیشتونگ و ردیف و حرفه‌ای رفتار کنیم، بیایم جلو که اتفاق مثبت برامون بیفته. و حتما 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 همتون حواستون به این داستان هستش که در یکی از مهمترین بازه‌های جمع‌بندی قرار گرفتیم، در یکی از مهمترین زمان‌هایی که ما بهش میگیم دوران طلایی، و قرار اتفاق مهمی توی این تایم بیفته، قرار خیلی محکم، خیلی ردیف، خیلی درجه یک، خیلی میزون با هم دیگه بیایم جلو و سعی کنیم شرایطی رو فراهم بکنیم که احیاناً اگر کمکاری کردیم، بد بودیم، در و داغون درس خوندیم، بتونیم جبرانش بکنیم، بتونیم خیلی خوب و میزون حق خودمون رو بگیریم و تمام اتفاقهای بد قبلی رو کامل کامل بشورونیم، ببرونیم. آقا ما چطور ما داشته باشیم؟ دم شما گرم آقا پیمان. بچه پیمان متولد 70 ولی من باورم نمیشه داره دروغ میگه، ایستگاه ما رو گرفته، قشنگم تابلوه. سلام علیکم، سلام، چه خبره آقا؟ آها، نگاه کن سربازه پادگان رو نگاه کن، اما ماشاءالله به این پادگان. آها، چه خبره؟ بیا ببین، ببین چه خبره. سلام 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 رفقای درجه یک و ردیف، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ زودی به من بگو ببینم حالت چطوره؟ بدو 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 بدو، حالت چطوره؟ عالی، ردیف درجه یک. به خدا کلی حرف دارم، اینقدر صحبت داریم الان امروز که خدا میدونه اصلا میرسیم نمیرسیم، باید برسیم دیگه، مشکل کلاسینوه دیگه، تا 12 شب باید کلاس بده به من که دقیقا جمع کنیم همه داستان ها رو. اگه بدونی چه آشی واسه پختم، قراره چه اتفاقی بیفته، کف میکنی به قرآن، قراره هر چی کمکاری داشتیم، بد بوده، نخوندیم، افتضاح بوده، چرت و پرت بوده، خاک تو سر بوده، همه رو جمع کنیم، این جلسه بره پی کارش. خیلی هم عالی رفقای درجه یک. آقا چی میگن؟ هی میگن صدا خراب میشه، صدا خودت خراب میشه. یه لایو خوفم داریم. بله بله بله، بریم آقا، بریم کارگاه، چون اینجوری شد کارگاه برگریزونمون رو شروع بکنیم. خیلی هم اهمیت داره اتفاقی که قراره این جلسه بیفته، فقط باید 100% آماده باشی. یا به من بگو ببینم 100% آماده ای؟ آه، ردیف ردیف، گنگ گنگ، بالا بالا. ماشالله ماشالله، شهری جمعی الان برا جمع کنم که هرچی برگ و برگه جمع و جور بشه، یعنی قشنگ برسی به اون نقطه که به خودت میایی میبینی همت ریخته، اصلا چیزی باقی نمونده. جلسه است، جلسه است، یعنی آخر کارگاه فقط تا 3 ساعت و نیم داری دور خودت میچرخی، چی شد، کی بود، چی بود، از کجا اومد، چی زد، رفت، چرا، چطور، چگونه، به چه عنوان. باورت نمیشه، باورت نمیشه که کل تابستون رو میخوام تو 2 هفته برای جمع جور کنم بره پی کارش با برنامه نانو، کله سر از خواب بیدارت کنم، آخر شب خفتت کنم، پرتت کنم تو رخت خواب، اتفاقای باحالی میخواد بیفته. اما ماشاءالله، بریم آقا، بریم که وقت نداریم، ما خیلی کار داریم. جلسه سوم کلاس مشاوره و برنامه ریزی شهری جمعی، صفحه باید یکم کوچیک بشه پیمان، یک کوچولو. این همه بچه های طراحیمون زحمت کشیدن، آنان ناس به این خوشگلی اینجا انداخته، اینا با معلوم بشه تو طراحی دیگه، وقتی فضا باز میشه یه مقداری از هم گسسته میشه، خراب میشه، طراحیمون معلوم نیستش. حالا بهتر شد، مرسی. آها، خداوکیلی پاور رو نگاه کن، سیستم طراحی رو نگاه کن. وقتی میگم یک یکیم، خدای اقراق نیست، خداوکیلی دیگه، همه چی میزون و درجه یک و ردیف. بریم جلو آقا، همه حواسا اینجا دیگه، این به کار من نمیاد، همه حواسا اینجا، قرار کلی اتفاقای درجه یک بیفته، اینجا باش با من. ما الان توی یک دوره بسیار مهم
و درجه یکیم که اگه حواست شیشتون جمع باشه و با من بیای جلو اتفاقای خوبی میفته و ماجرای خوشگلی واسه ایجاد میشه. ببین هنوز اردو مردو جایی خبری نیست، ما اردوی اول رو میخواییم بذاریم، همه سربازهای پادگانم هم توی این اردو حضور دارن، شهری جمعه و مهمترین بازه زمانی جمع بندی پروژه تابستون و خیلی از بچه ها بهار و تابستونشونه. خیلی از بچه ها زودتر شروع کردن، خیلی از بچه ها تابستون به جمع ما اضافه شدن، خیلی از بچه ها وسط تابستون به جمع ما اضافه شدن، خیلی از بچه ها هنوز اضافه نشدن، خیلی از بچه ها تازه میخوان اضافه بشن، خیلی از بچه ها هنوز نمیدونن میخوان چیکار کنن، اضافه شن کم شن، تکلیفشون معلوم نیست. تو پروژه شهری جمع ماجراهای اساسی و یکی داریم، فقط حواس و شیشتون اینجا باشه که بگیرید ماجرا چیه. آقا گوش بده، ما به پروژه شهری جمع، شهری جمع میگیم یک عدد، یک عدد. چرا پیمان؟ تخته اذیتم کنه، تخته وایت بورد میارم. اوکیه؟ حال ما به پروژه شهری جمع میگیم دوران طلایی جمع‌بندی. آقا چرا میگی دوران طلایی؟ به من بگو ببینم مگه قراره چه اتفاقی بیفته انقدر بزرگش کردی سر و صدا را انداختی توشه؟ مگه قراره چه ماجرایی ایجاد بشه؟ اینجا رو ببین، این زمان یه زمان فوق‌العاده است برای یک تثبیت و تسلط بر مطالب خانده شده. یعنی اگر چیزی خوندی 2010 قبلا، الان قراره تثبیتش کنیم و به تسلط برسیم روش. این یک داستان بود. آقا دو رو به من بگو ببینم داستان چیه. دو، مرور روی کلاس های ارائه شده. وای وای وای، حواسو اینجا، حواسو اینجا. همه اون دوستان درب و داغونی که از روز اول کلاس ها رو ثبت نام کردن و با کلاس ها نیومدن جلو و آفلاین دارن یک عالمه، الان وقتشه که تو همین بازه زمانی محدود تمام آفلاین ها رو صفر کنیم با هم. و نکته بعدی، اینم قشنگه، سومی شده، جبران عقب افتادگی های هم درسی هم تستی. و نکته بعدی که وحشتناک از همه اینا مهمتره، اون دسته از بچه خفن خوف و اونایی که خیلی درجه یک و ردیفن، اونایی که دنبال رتبه برتر شدنن، اونایی که سر و تهشون رو میزنی جلوی سردر دانشگاه تهران نشستن اینجوری دارن نگاه میکنن، اینا باید اینجا حواسشون جمع باشه، چون میخواییم تو این تایم سبقت بگیریم تو برنامه درسی نسبت به دیگران. آقا سه تا ماجرای مهم تو این دوره جمع‌بندی داریم، چهار تا ماجرای مهم تو این دوره جمع‌بندی داریم که هر کدومش رو نگاه میکنم خودش به تنهایی وزنه است. چجوری میخوایی این چهار تا رو توی این بازه زمانی جمع کنی برای من؟ با من باش و پادشاهی کن. بریم ادامه داستان. ما به طور کلی تو پادگان ذوالفقاری در پایان هر فصل یک پروژه جمع‌بندی داریم، یه اردو داریم که این اردوهای جمع‌بندی به ما کمک میکنن همه معضلات و مشکلات و بدبختی ها و بیچارگی ها و درموندگی ها و دریوزگی هامونو کامل کامل جمع بکنیم. اولیش چی بود؟ شهری جمع، شهری جمع. تو شهری جمع میخوایم چیکار کنیم؟ همه تابستونمون و گاهن بهارمون رو جمع کنیم. دومی چیه؟ از تو دیوفن که وظیفه چیه؟ همه پاییزمون رو جمع میکنه. سومی چیه؟ پروژه جذاب حبس آموزشی که کل زمستونمون هم توش جمع میشه، هم داره. حالا چرا؟ ادامهشو ببین. و دوست جذاب من، آخریش کروکی کنکور خیلی معروفه. بچه ها کروکی کنکور رو میشناسید دیگه؟ آره؟ آره؟ کروکی کنکور همه میشناسن دیگه. آیدا کامرانی چه پیگیر اخراجی هاست، اگه بدونی چه خبره بهت میگم. بودو بیا بالا دیگه، بی حال بی حوصله، به درد نخوره بی رمق آویزون لخ، بودو پر انرژی، آه آه میزون ردیف. به خدا تو حالت خوب باشه خدا واسط خوب میخواد. اصلا دیدی آدم آویزون لولوردا
اصلا دو خونه لی ای بابا پولمو خوردم، زرت یه چاله میاد جلو پاش با مغز میره تو همون همونجا میتره. که اینایی که حالشون خوبه انرژی داره، این یعنی هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه دارن خدا رو شکر میکنن بابت حتی کوچکترین موضوع. میگن الهی شکرت، مرسی حواست به ما هست، مرسی هوای ما رو داری، مرسی مراقب ما هستی. این مدلی زندگی کنی دیگه، حالت که خوب باشه اتفاقای خوب میاد سمتت. یادت نره این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. شاید این جمله‌ای که میگم الان از دید خیلی بد باشه، زشت باشه یا هر داستانی، ولی من خودم این مدلی دارم زندگی میکنم. اصلا انگار خدا پارتی آدمای پر انرژیه به خدا، یعنی اصلا خدا انگار حواسش هست به آدمایی که انرژی مثبتن، حالشون خوبه، تو بدترین شرایط بهترین حالت رو در نظر میگیرن. یارو مثلا صبح خواب میمونه، از خواب که بیدار میشه نمیگه ای بابا امروزمونم گن زده شد، توش دیر از خواب بیدار شدیم، تا آخر شب نفله و درب و داغون اصلا بلش کن. نه، میگه خدا شکرت حداقل بیدار شدم، میتونستم بیدار نشم. خدا هوای این آدم ها رو بیشتر داره. خیلی شیشتونگ اینجا باشا، شیشتونگ اینجا باشا. ببین این تا آدم من میشناسم که تو مسیر زندگیشون به مو رسیده پاره نشده، این تا کنکوری میشناسم بد درب و دغوله و لورده افسورده آویزون، وح حالت به هم میخورده یا رو میدیدی یه جا به خودش اومده ترکونده و مسیر زندگیش عوض شده. این آنه رو دست کم نگیر، یا اون لحظه ای که یه هایی حالت از خودت به هم میخوره میگی باید از الان به بعد یه مدل دیگه زندگی کنم، اینو دست کم نگیری. یا خب آقا من به تو گفتم چند تا جنبندی داریم، یه بار با هم بشمریم. اولین جنبندی ما شهری جم، دومیش از تو دیوفن، سومیش حبس آموزشی، چهارمیش کروکی کنکور. چه البته بچه هایی که عقل دارن، رتبه شون خوب شده، زیر 10,000 کشوری شده، میخوان دی شرکت کنن، در همین دوتا جنبندی کل پروژه رو میبندن. بچه هایی که عاقل ترن، میدونن اوضاع و احوالشون چجوریه، باید با 3 تیر سرمایه گذاری بکنن، 4 تا جنبندی رو دارن و پروژه رو میبندن و میان جلو. ما میخواییم بریم سر وقت اولین پروژه جنبندی جذابمون، اولین اردوی جنبندی که میخواد بهمون کمک کنه بسیار بسیار مغزمون نظم بگیره و منظم رفتار بکنیم. حالت خوبه یا نه؟ آره؟ آره؟ آها، آدمای به درد بخور پر انرژی، این شد، این شد، این شد، آره ماشاءالله، این شد، آه ماشاءالله، اینه، مرسی، مرسی، ایول، ایول، همینو میخواییم. این حال خوب، حال منم خوب میکنه، حال آدمای اطرافتم خوب میکنه. خدا میگه حالا که همه حالتون خوبه، خیلی بده که من بزنم غیرتون رو غمسور کنم، پس یه حالی بهتون میدم. حواس جمعه، کلن گلهی شاد باشید. اوکی، بریم سراغ قسمت بعدی داستان. هدف از این دوره‌های جمع‌بندی چیه و تو پادگان ذوالفقاریه داره چه اتفاقی میفته؟ اصلا ما چی رو داریم دنبال میکنیم؟ اینجا رو ببین، تو دوره‌های جمع‌بندی توی پادگان ذوالفقاریه من حتما یه سری اتفاق خاص باید بیفته که ما بر مبنای اونا خیالمون راحت بشه داریم نتیجه میگیریم. اولین کاری که میکنیم چیه؟ نگاه کن، حتی اگر 1% اومدی جلو خوندی، ولو اندک مرور و جمع‌بندی مطالب خونده شده. پس این اولین داستان مهمه که ما توی این دوره جمع‌بندی تمام مطالب خونده شدهمون رو میخواییم جمع‌بندی کنیم. دو، تو این تایم یه اتفاق دیگه هم داره میفته. چیه؟ فرصت فوق‌العاده‌ایه برای مطالعه و تستنی مطالبی که نخونده بودیم. اینم خیلی باحال شد. پس تو تایم شهری جم که اردوی جم بندیه، ما فقط مطالب خونده رو جم بندی نمی کنیم، ما نخونده هامون هم میخوایم بخونیم. ما 0-100 تمام کارهایی که در تابستون یک دانش آموز کنکوری خفن باید انجام دهد رو میخوایم در تایم شهری جم انجام بدهیم. پس یه نکته مهم، هم منی که خفن بودم، هم اونی که داغون بوده، همه با هم به این نیاز داریم. 3،
آقا این تایم یه فرصت فوق‌العاده برای تثبیت مطالب با تست زنی. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، تست زنی قدرتی که الان بهت میگم چیه. بریم جلوتر و فقط خاص پادگان ذوالفقاری. الان ما با اینو گفتیم، فردا صبح تست زنی های مختلف رو ارائه میدم. و نکته بعدی که باز مهمه اینه که تو این تایم ما باید به تسلط برسیم. چجوری؟ با تست زنی سرعتی. یعنی چی؟ یعنی من در تایم شهری جمع هم میخوام تو رو بسیار سریع‌ترت کنم، هم میخواهم بسیار قوی‌ترت کنم. یعنی شرایطی رو فراهم کنم که دقتت و سرعتت با هم بره بالا. بریم ادامه داستان. بله چرا نریم. خب آقا چرا اصلا دوره جمع‌بندی مهمه؟ چرا دوره جمع‌بندی مهمه آقای ذوالفقاری؟ تو اینقدر تاکید میکنی دوره جمع‌بندی چرا؟ نگاه کن، تجربه به ما نشون داده از کل جامعه آماری شرکت کننده در پروژه های جمع‌بندی. ببین الان یه ایران دارن جمع میبندن دیگه، الان همه کنکوری 1402 نیمخیز شدن برای جمع‌بندی. بعد یه لحظه نگرشون دار، بگو تو میخوای چی رو جمع ببندی؟ در همین حالت میگه چیزو. تو چجوری میخوای جمع ببندی؟ چیزه. هیچی نمیدونن. پس یه نکته مهم وجود داره، به جای اینکه چیز 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 کنی، حواستو جمع کن اینجا که این چیزه رو بفهمیم دقیقاً داستان چیه. آقا تجربه به ما نشون میده از کل بچه‌هایی که میرن واسه یه جمع بندی کردن، 60%شون چیز میشن و نمیتونن اون جمع بندی چیزی که مد نظرمون بوده رو آنگونه که چیزانه هست انجام بدن. یعنی اینا میرسن به یک نقطه‌ای که بعد از پایان جمع‌بندی به رقباشون نگاه میکنن، میبینن آقا همه چیز شده، همه خیلی خفن، ولی خودشون اصلا چیز شدن، به فنا رفتن. پس یه چیزی رو یادت نره، حواس جمع این بازه زمانی باشه. توی بازه های زمانی جمع‌بندی طبق آماری که ما هر سال داریم، 60% بچه‌ها به فنا میرن. حالا اینجای داستان ببین چه جذابه. اینجا رو ببین. پس از این داستان یه برداشتی میتونیم داشته باشیم. اگه بتونی در این دوران سریع و صحیح کت کنی و ازش عبور کنی، میتونی امیدوار باشی که به کنکورت میتونی ادامه بدی. برای رسیدن به کنکورت میتونی امیدوار باشی قرار اتفاقای خوبی بیفته. پس باید فقط حواس جمع باشه. در این پروژه وحشتناک مهم شما جزو اون 40% باشی که باقی میمونن، اون 40%ی که چیز نمیشوند. این خیلی اهمیت داره، این خیلی اهمیت داره. حالشون خوبه؟ بله چرا خوب نباشه؟ مگه اسکلانش خوب نباشه؟ همه چی آماده است، درس خونده، الان میخواد همه رو از صفر جمع بکنه، خونده هاشو میخواد جمع بندی بکنه، برای چی نباید حالش خوب باشه؟ حالش خوب آقای ذوالفقاری، تو ادامه بده. حالا ادامه بدیم. آقا خدا وکیلی طراحی رو ببین، در دوبلای سیستم طراحی سیستم رو فقط پاورا رو نگاه کن. خدا وکیلی طراحی رو فقط اگه قرار باشه مسیر یک ساله یه پروژه درس خوندن یه دانش آموز برای رسیدن به نتیجه رو از بالا بررسی کنی، فکر کن الان اینجوری بالا وایسادی داره اینجوری نگاه میکنی، میخوام مسیر یک ساله رو بهت نشون بدم. نگاه کن چه خبره. ما در جمع‌بندی اول که بسیار برامون مهمه، حداقل 20% از کنکور رو میبندیم. آقا حواسا شیشتونگ اینجا. آقای ذوالفقاری یعنی اگر شهری جمع تموم بشه، من تو پروژه شهری جمع خیلی خفن و جانانه درس بخونم، بیام جلو، هرچی شما میگی گوش بدم، آزمونامو تحلیل بکنم، کارامو ببندم، برنامه‌مو جمع بکنم، فرداش برم کنکور بدم، 20% میزنم. آ والا ها 20% میزنی؟ اگه درست و درمون و حرفه‌ای و منطقی با من بیای جلو، فقط همین جمع بندیه تموم بشه، 20% میشه. خیلی ارزشمنده، خدایی خیلی ارزشمنده.
توی پروژه جمع‌بندی دوم چه اتفاقی میفته؟ اگه کسی جمع‌بندی اولو با من باشه تو شهری جمع کارو جمع بکنه با من بیاد جلو، بعد برسیم به جمع‌بندی دوم 50% کنکور جمع شه. یعنی فردای استودیوفه میتونه به من بگه من میخوام برم کنکور بدم، همه درسامو میتونم 50 بزنم. آره تو ببینی آره، یعنی همه درسامو به 50 میرسه. پزشکی دندون دارو میشه آره. آقا یعنی اگر من شهری جمعو تموم بکنم بعد از شهری جمع برم وارد کنکور سراسری بشم، هیچ کار دیگه ای نکنم، فقط برم 20% بزنم بیام جلو، میتونم امیدوار باشم به پیرو پزشکی آره، میتونم امیدوار باشم تو گروه ریاضی به مهندسی آره، میتونم تو گروه انسانی امیدوار باشم به روانشناسی و حقوق و مدیریت و حسابداری تو دانشگاه تیپ 2 آره. خیلی جذاب شد ماجرا، خیلی جذابه. ولی بذار این ور داستانو ببینیم، یعنی با تمام این اتفاقایی که داره میفته اگر تو شهری جمع جمع‌بندی نکنم چی خواهد شد؟ خاک تو سرت، چون همه چیزو فراهم کردم یه اتفاق خوب برات بیفته. حالا الان یک سری از پدر مادرها همین لحظه اینجوری میگن من از شما عذرخواهی میکنم مامان بابا، مدل ما اینه، من عذرخواهی میکنم. یه موقعی خون به مغزم نمیرسه، یه چیزی رو میخوام مغز و سخونشو بفهمونم به دانش آموز، مجبورم از الفاظی استفاده بکنم که نه در شأن منه، نه در شأن شماست، نه در شأن اون دانش آموزه، نه در شأن اون آدم بدبخته، نه در شأن اصلا در شأن هیچ کس. اصلا چرا من میگم اینا؟ اما اگه من شهری جمعو بیام جلو، از استودیو فنم بیام جلو، برسم به حبس آموزشی همراه باشم، چه اتفاقی میفته؟ 85% کل کنکور تمومه. اینا حداقل ها. یعنی چی آقا؟ یعنی اینجا رو نگاه کن. ها. حداقل 85%. حداقل 50%. حداقل 20%. آقا من نفهمیدم. یعنی من میتونم تو شهری جمع بیشتر از 20% جمع کنم؟ آره. یعنی من میتونم تو استودیو فیلم بیشتر از 50 جمع کنم؟ آره. یعنی من میتونم توی پروژه حفظ آموزشی بیشتر از 85% جمع کنم؟ آره. تو تا شب عید میتونی 100 جمع بکنی. وا وا، حالا چطوره؟ من 10 دقیقه میپرسم وا، حالا به من بگو حالا چطوره، با من صادق باش، تو چشم نگاه کن، بهم بگو حالا چطوره. ایوان شگفتا از این کار کن. بعد از پایان این جلسه عده‌ای از شما حبل حالنا می شوید، مسیر درست را یافته و به سمت آینده درخشان شتابان پیش می روید، عده‌ای هم چیز می شوید. آنها که چیز می شوند همانهایی هستند که تحت هر شرایطی چیز می شوند، یعنی هر کی بیاد هر صحبتی کنه هر اتفاقی، آنها چیز. حالا لحظه‌ای که به دنیا اومده اصلا تصویرشو که به دنیا که اومده گفتم من چیزم. خب بریم ادامه داستان. آقا پس اگر 4 تا جمع‌بندی و کلاً بریزیم توی پک کامل با هم دیگه میشه چند درصد؟ به من بگو. 100%. خدا رو شکر. پس تکلیف معلومه. بچه‌ها جمع‌بندی‌ها رو فهمیدید؟ پروژه‌ها رو درک کردید؟ گرفتید داستان چی شد؟ آره؟ همه چیز چیز؟ مرسی. بریم ادامه داستان، بریم تا چیزش در نیومده جمع کنیم سری ماجرا رو. همه اینجا همه با من اینجا. خب آقا بریم ببینیم دونه دونه چه اتفاقایی داره میفته. همه اینجا ببینیم دونه دونه داره چه اتفاقایی میفته. اولین داستان خیلی مهم اینه، ما تو شهری جمع کل مطالب تابستون رو جمع میکنیم، اما یادمون نره وقتی رسیدیم به تایم جمع‌بندی بعدی کل مطالب هم تابستون هم پاییز جمع میشه، رسیدیم به حبس آموزشی کل مطالب هم تابستون هم پاییز هم زمستون جمع، رسیدیم به کروکی کنکور کل مطالب سال کنکور جمع میشه. بچه‌هایی که تو کنکور دی میخوان شرکت بکنن و رتبه زیر 10000 کشوری به دست آوردن، کل جمع‌بندیشون همین دوتاست، هم حبسشون اینجاست در واقع هم کروکیشون اینجاست، یعنی عملا یه پک همه چی با هم جمع میشه. خیلی عمالی. وای ترهایو ببین، ترهایو ببین، چجور میشه که یک سیستم مشاوره و برنامه‌ریزی اینقدر مخته، اینقدر پخته، اینقدر دقیق، اینقدر حرفه‌ای، اینقدر زیرکانه، اینقدر هوشمندانه، اینقدر حرفه‌ای عمل میکنه؟ یکی من خودم تعریف کنم. نمیخواید از من تعریف کنید بچه ها؟ نمیخواید؟ نمیخواید حتی یه ماشاءالله بگید؟ نمیخواید؟ اوکی. بریم ادامه داستان. همه شیشتونگ اینجا حواسا به من. بیا ماشاءالله گفتن.
شیشتونگ اینجا باش، قرار اتفاقای خوبی بیفته. اینجا رو ببین، اصل ماجرای این کارگاه اصلا همین این اسلایده. نگاه کن، نگاه کن، من از دور وارد میشم، تو فقط به اسلاید نگاه کن. تمام دانش آموزهای کنکوری در طول یک سال پروژه درسی که فرصت دارن برای کنکور سراسری در 4 بازه زمانی احتمال داره از پروژه کنکور سراسری حذف بشن. هر دانش آموز کنکوری که از پروژه کنکور سراسری حذف شده قطع به یقین در یکی از این 4 بازه زمانی بوده که اصطلاحاً ما بهش چی میگیم؟ میگیم درهای نابودی. این داستان، توی این درهای نابودی اگر یه دانش آموز بیفته قطع به یقین از پروژه کنکور حذفه و دیگه نمیتونه برگرد. پس ما باید از قبل درها رو بشناسیم و حواسمون شیشتون جمع این داستان باشه که اتفاق عجیب و غریب و بدی برامون نیفته. بریم نگاه کنیم ببینیم داستان چیه. یه دانش آموز کنکوری که برای کنکور در تیر ماه 1402 داره میجنگه و از تیر ماه 1401 شروع کرده، در 4 بازه زمانی احتمال داره بیفته توی این دره‌های نابودی. اگه دره‌ها رو بشناسه از قبل و روش پریدن از رو دره‌ها رو بلد باشه قطعا سالم میمونه و قطعا حذف نمیشه. شیشدونگ اینجا باش ببینیم داستان چیه. اولین دره، دره نابودی شهریجم. اگر درست و درمون جنبندی کردی نمیافتی تو این دره، ولی اگر جنبندیت غلط باشه و تمام پروژه تابستون تو حرفه جمع نکنی شما افتادی کف دره و سقط شده ای و دیگه راه برگشتی نیست. نگاه کن، این تویی. حالا میگن تبعیض جنسیتی دارید قائل میشی. ما بنا به دلایلی نمیتونستیم خانوما رو نشون بدیم توی این طراحی، ولی خب مثلا من این دره رو مثلا اینو خانوم میکنم. باد زده پشت موتور بوده. اوکی، نگاه کن ببین داستان چیه. نگاه کن ببین داستان چیه. این توی الان شروع کردی، یه دم مادر رو میگن چرا به بچه ما میگه تو، الان شروع کردی درس خوندن رو برای کنکور سراسری. اولین درهی که جلوی پات میاد دره شهریجمه که بسیار خطرناک و افتضاح و درب و داغونه. اگه عاقل باشی از روش میپری، اما اگه عاقل نباشی، اگه باهوش نباشی، اگه دقیق نباشی، اگه همراه نباشی، قطعا با مغز میری کف دره. من اینجام که تو رو از روی دره بپرونم، بهت بگم چی کار بکنی نری کف دره. دومین دره که فاجعه ترین دره است، دره نابودی دیماه. یادت باشه دره دیماه با شرکت نیکیه کن. دره دیماه دره خطرناک و افتضاحیه و علت خطرناک بودنش این اعدادیه که این پایین نوشتن. نگاه کن، تو دره شهریجم حدوداً 10% از کنکوریای کل کشور حذف میشن. روز اول که میخوایم درس خوندن برای کنکور رو شروع کنیم، همه آماده ان، همه اسفند رو آتیشن، همه پر انرژی ان، همه 100% ان. میگم چی میخوای؟ پزشکی، دندون دار، دانشگاه تهران شهید بشی؟ دیگه خیلی 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 کوتاه بیاد و مردونگی بکنه و خیلی ساده زیست باشه، میخواد دانشگاه ایران بره. اما تعداد حذفا رو نگاه کن، نگاه کن چقدر حذف میشن و عملاً آخر اتفاق جذابی میفته. اتفاق جذابه اینه که از کل این بچه های 100% نگاه کن، از کل بچه های 100% 15% عملا باقی میمونن برای کنکور سراسری. ببین به لحاظ فیزیکی از نمیشن، یعنی فکر نکن مثلا رفیق دم این روزا میفته میمیره میگی حذف شد، نه فیزیکی وجود دارن، ولی روحی روانی آرو نیست. خلاص خلاصه، تعطیل تعطیل، جمجمه داره اون وسط فنره، هیچ خبری نیست. یعنی سر جلسه کنکور هم میاد میشینه به دیوار نگاه میکنه، تیتابه رو میخوره بالا میشه میره، که میتونست بیرون هم بخوره اونو. حالا نگاه کن داستان چیه. این خیلی مهم شد، این خیلی مهم شد. تو دره شهریجم 10% از بچه ها حذف میشن.
یعنی چی؟ یعنی دو مهر که پایان پروژه شهری جمع ماست 90% از کنکوریا موندن و 10% از کنکوریا ها باطل. تمام. حالا میخوام بهت بگم چی کار کنی که این اتفاق نیفته. کادر پایینو بخون. یه مشاور حرفه‌ای این مسیر رو میشناسه، از قبل به تو هشدار میده حواست جمع باشه، در طول مسیرم کنارته، سعی میکنه رو دره بپرونتت، اگرم نپریدی که فاتح. تمام. باید خیلی حواست جمع باشه و همراه باشی که کار درست انجام بشه، رو دره بپریم. مطمئنم تو پادگان ذوالفقاریه همه یه سربازام دو مه از اینجا پریدن، همه پریدن. بچه قبول دارید میپرید یا نه؟ میپری یا چیزه؟ بودو بگو ببینم. میپری یا چیزه؟ بله که میپرن. بپر یا اینجا؟ چطورمو نگاه کن، از حالت عادی خارجه. چرا؟ چند نفرید؟ بابا ایفل بریم ادامه داستان. خب آقا به ما میخوای کمک کنی ما رو از رو دره بپرونی، دمت گرم که بال پرواز منی تو روزای سختی، ولی یه خواهشی ازت دارم، اینم به من بگو که اینایی که نمیتونن بپرن بالو پرشون شکسته با مغز میرن کف دره، تو می اون تمساها میشن اون پایین، تمساهای مشاور نما، اینا چه ویژگی هایی دارن که این اتفاقهای عجیب و غریب براشون میفته؟ بریم ببینیم چه ویژگی دارن. آقا چه کسانی حذف میشوند؟ گروه اول، آدم هایی که صبر ندارن. یعنی وقتی باشون حرف میزنی هدف نداره خاک تو سر، ناامیدم هست، بدبخت. آدم صبوری هم کلن نیست دیگه، کسی که نه هدف داره نه امید داره صبور نیست قاعدتا دیگه. یعنی برمیگردم بهش میگم خب هدفت امسال از کنکور چیه؟ میگه هیچ. میگم خب امید داری اتفاق خوبی برات بیفته؟ خب الان چه مرگته؟ چرا درصدم رشد نمیکنه؟ یعنی ببین این زنجیر، حلقه های زنجیر به هم متصلن. آدم بی هدفه که ناامیدم هست و درب و داغونه، صبور هم نیست و منتظر نتیجه هم هست و به محض اینکه اولین نتیجه رو نگیره خدافظی میکنه. این آدم ها این مدلی هست. قبول دارید بچه ها اینا همشون خداوکیلی آدم های چیزی هستن. آره آفرین، همه دیگه بلدن، یعنی بلدن چیز در کجا چه کاربردی داره. چیز میدونی مثل چیه محسن؟ اصالتا کجایی؟ قزوین. بچه های گرگان، بچه های مازندران یه لفظی دارن، یارو کنیم. مثلا من روز اولی که رفته بودم گرگان 15 سال پیش، مدیر آموزشگاه اومد گفت مهندس سریع کلاس رو جمع کن یارو کنیم. گفتم چیکار کنیم؟ یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته؟ پس اون یکی اومد گفت این جزوه رو میتونی یارو کنی، این مدل درس رو میتونی یارو کنی، برنامه رو. چیزم همینه، یعنی اونجا یارو میدونن کجا باید چیکار کنن، چیزم همینه، باید بدونی کجا چیکار کنی. بچه های من یاد گرفتم این قضیه رو، خدا رو شکر. درسته بچه ها؟ بریم چیزش کنیم. همه اینجا کسایی هست میشن که هدف ندارن، ناامیدن، صبور نیستن، یعنی هر چی میگی یارو در و داغون منتظر نتیجه است. وای برنامه ندارن، برنامه حرفه‌ای ندارن. یعنی بهش میگم چجوری میخونه، یه جوری میخونم دیگه. خب چیکار میکنه؟ با معلمام هماهنگ میام جلو. خب با چه روندی با معلمات هماهنگ میام جلو؟ نمیدونم، ولم کن، دست سرم بردار، دیوونه، خلن، چیزن، بلشون کن. و نکته مهم بعدی، نظارتی هم روشون نیست. یارو لق داره درس میخونه، وله. میگم خب کیا درس میخونی؟ اکثر اوقات میخونم. اکثر اوقات کی؟ وقتایی که نمیخونم بقیهشو دارم میخونم. خب کی خواب بیدار میشی؟ وقتی خوابم دیگه نمیاد دیگه خواب بیدار میشم. خب کی میگیری میخوابی؟ زمانی که دیگه نباید بیدار بشم دیگه میگیرم میخوابم. خب کی نگاه میکنه نتیجه آزمونه چجوری شد؟ خودم. کی بهت برنامه میده؟ خودم. خودت از خودت راضی هستی؟ نه والله. خب نمیخوای یه کاری واسه زندگیت بکنی؟ نمیدونم باید چیکار کنم. خب نمیخوای الان من به
بهت بگم تو چیکار بکنی، نه چرا تو باید به من بگی. اصلا یارو با خود شیشی چه، یعنی هر چی هم بگی داری با دیوار حرف میزنی، اتفاقی براش نمیفته. و اما نکته مهم، آفرین آفرین آفرین، اینا همه چیزا هم. مسلم ببین چقدر دوستت دارم بچه، حواست هست دیگه. اما مورد بعدی این که جایگاه خودشون رو نمیشناسن، یعنی آزمون نمیدن. بهش میگم اوضاع احوال درسی چجوریه، میگم اوضاع خوبه، خوب. الان نگرانی، میدونی چیزم، میگم فهمیدم اوکی برو. آزمون نمیدی؟ نه چرا، آزمون چیزم میکنه. خب کارنامه چی؟ کارنامه ندیگه، کارنامه از من نخواه. چرا چیز میشه؟ کارنامه از من نخواه. الان حالت چطوره؟ چیزم. اینا عموما اینجوری هم. و از همه مهمتر، یک سری دیوانه زنجیری داریم. حالا هی من بیام بگم گور بابای گذشت، این تو گذشته زندگی میکنه. ببین یه نمونش هم تو رتبه های امسالمون بود، یکی از رتبه هامون، نمیگم کی، آخه الان پستش هم هست دیگه، زنگ دارم رتبه چه شد 200 خورده ای شده بود. بعد میگم چرا ناراحتی؟ من قبلا اگه اونجوری نمی کردم الان اینجوری نمی شد، میتونست بهتر بشه. میگم خب الان باید خیلی خوشحال باشه. آره خوشحالم که از این بدتر نشده، یعنی یارو 200 شده تو گذشته زندگی. و از همه مهمتر، روش و راهکار ندارن، منظم هم نیستن. با چه روشی شیمی میخونی؟ میخونم. دینی رو چجوری میخونی؟ میخونم. چجوری تست میزنی؟ تست میزنم. با چه نظم و روالی میای جلو؟ دارم میام جلو. یعنی ببین آدم هایی که این اتفاق ها داره براشون میفته، منتظر باشن در بازه زمانی شهری جان این دوستان هست بشن. به ملکوت اعلی میپیوندن، میرن کف دره جنبندی شهری جان و دیگه جایی واسه شون باقی نمیمونه. به خاطر همینه میگم آقا سر جدت شهری جمو جدی بگیرا. شهری جم خیلی مهمه ها، چون نظم داره، چون برنامه داره، چون آزمون داره، چون چیدمان داره، چون نظارت داره، چون کنترل داره، چون تایم بیداری داره، چون تایم خواب داره، چون تایم آزمون داره، چون تایم صبحانه نهار شام داره، چون تایم دیدن آفلاین داره، چون تایم خوندن درس داره، چون تایم تست دادن داره. همه چیز تحت کنترله. اگر تونستی به این شعور برسی که دانش آموز کنکوری برای نتیجه گرفتن نیاز به نظم داره، همه یه معضلات و مشکلاتت حل. بریم ادامه داستان. خب بله تایم پیتزا هم داره. مهمونمون هم اومده و نشسته بیرون. بچه ها وقت میشه بگیم مهمونمون بیاد یا بگیم نیاد؟ یه چیزی سنبل کنیم بگیم نه جلسه، چون خیلی کلاس ما طول میکشه. ها کنکوری های دیگه هم دقیقا میگم چی کار کنه. تمومه. آره یه لحظه بچه ها تیزن، یه لحظه بگو بیاد اینجا، یه لحظه، یه لحظه کوچولو تینا، یه لحظه کوچولو بیا اینجا، بیا بچه ها منو کشتن. بودو بودو آقا میاد مهمونمون، من هنو کلاس هم بیا یه لحظه ببیننت هستی خیالا راحت بشه. بچه ها این تینا خانم دکتر قیاسفن هست، میاد الان میاد، من کارم تموم بشه به خدا تینا میاد صحبت میکنه. مرسی تینا، الان بچه ها خیالشون راحت شد. هست هست اینا هست. خب بریم ادامه بدیم. بودو 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 خیلی کار داریم. آقا جنبندی اول بودو بریم سر وقت قانوناش. به من بگو داستان چیه. جنبندی اول ما از 19 شهریور شروع میشه، یه هفته یه دیگه میخوایم شروع کنیم تا 2 مهر. حالا زدیم 1 مهر، ولی تا 2 مهر میخوایم بریم جلو. نکته هاش نگاه کن، این اولین دوران جنبندی ماست. میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم پایه ها رو بخونیم. چقدرشو بهت میگم، دانش آموز با دانش آموز برنامهش فرق داره. میخواییم جنبندی حرفه‌ای بکنیم روی تمام کلاس هایی که تا امروز دیده شده و دیده نشده. یعنی همه اونایی که من ندیدم رو میبینیم؟ بله. یعنی همه اونایی هم که دیدم رو میبینیم؟ بله. یعنی همه اون کلاس ها رو میبینیم؟ بله. همه کلاس ها رو میخوای ببینی؟ آروم باش، آقا باش، مؤدب. همه کلاس ها رو میخوایم ببینیم. حالت خوبه الان؟ الان حالت خوبه؟ الان فهمیدی داستان چیه؟ الان فهمیدی داستان چیه؟ وای وای از این شهری جم، خودم که حالم خیلی خوبه به خدا.
خیلی برنامه حقیه به قرآن. آره به خدا بریم 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 شروع کنیم. تمامی داوطلب های جدی حضور دارن تو این ترم. داوطلب غیر جدی ها کیان؟ ما خانوادمون برنامه ریختن میخوایم بریم مسافرت. خب کنکور داری؟ آره بریم بریم مسافرت. درس داری؟ میدونم با بریم مسافرت. آقا برنامه جمع‌بندی داری؟ میدونم. خب با بریم مسافرت. آزمون میخوام بگیرم ازت. میدونم آقای صافی چند بار گفتی دیگه میدونم. خب میخوام برم مسافرت. نکته بعدی، مباحث مورد جمع‌بندی ما تو این دوره چیه؟ تقریبا میشه گفت مینیموم 20% از کل مباحثه. مینیموم 20%. مینیموم 20%. اینایی که میخوان برن مسافرت خیلی 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 به من بگو. اینایی که میخوان برن مسافرت خیلی چی؟ بودو 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 بودو. اینایی که میخوان برن مسافرت خیلی چیم؟ آفرین آفرین آفرین، همه شون چیز شناس شدن. نگاه نگاه، قشنگ میدونن چی باید بگن. مهدی ایروانی بیادب، آفرین آفرین آفرین. بریم ادامه داستان. محسن حال میکنی بچه ما رو؟ چقدر با عشق و با حال درجه کنندیفم؟ از کل جامعه آماری شرکت کننده توی این دوران در خوشبینانه ترین حالت ممکن، در خوشبینانه، در خوشبینانه. من تایم قبلی چی گفتم؟ گفتم از کل بچه ها 60% نمیتونن جمع‌بندی بکنن، 40% میتونن جمع‌بندی کنن، خیلی خوشبینانه 50% میبندن کارو. این 10% کیا هستن؟ این 10% بچه هایی هستن که نصف نیمه نصف نیمه موتور خاموش روشن، نصف نیمه لق و لوق و سکته‌ای میان جلو، آخرش چی کاسب میشن. ولی همچی درست و درمون چرب و نرم مشتی نه، یه چیز میزون نه، گرفتی چی شد؟ ولی نصف نیمه چی دستشونو میگیره. پس حواست باید جمع باشه توی این تایم. اگه درست و اصولی و حرفه‌ای باشی با من همراه، اتفاق خوبی واسهت میفته و اون اینه که نمیشی گمراه. و اینکه جمع‌بندی ما موضوعیه، این خیلی مهمه که موضوعیه، این خیلی مهمه که موضوعیه. حواسا شیشتونگ اینجا. بریم ادامه داستان. خب در پروژه جمع‌بندی شهری جمع، یا بهتر بگیم مثلا در اردوی شهری جمع چه میگذرد؟ نگاه کن نگاه کن، هر جا احساس کردی باید فریاد بزنی ای والله فریاده رو بزن. من میشتم. در این برنامه جمع‌بندی، در این برنامه، ببین تک تک واژه‌اش داستان داره، در این برنامه جمع‌بندی هر دانش آموزی بر اساس شرایط شخصی خود، پس برنامه درسی خود را پیش میبرد. چی باید بگم الان؟ الان باید چی بگم؟ الان باید چی بگم؟ خود دانش آموزی بر اساس شرایط شخصی خودش برنامه درسی خودش رو پیش میبره و بر اساس پتانسیل خودش فرایند تستنی خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی هر کس میتونه با توجه به کیفیت خودش و شرایط خودش برنامه داشته باشه. تعداد تست چجوری میشه؟ بازم با توجه به شرایط خودش تست. خیلی خوب شد به قرآن. الله به خدا. حال میکنی چه چیزه؟ آها بریم ادامه داستان. کلن ما توی پروژه شهری جمع چند تا کار باحال میخوایم انجام بدیم. آقا بچه های ما همه الان چیز شناس هم. یه استوری برید، یه دونه باکس بذارید بنویسید چیزه با علامت سوال، بچه ها خودشون جواب بدن. بریم 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 ادامه داستان. اینجا باش. به طور کلی در پروژه شهری جمع چند نکته مهم مد نظر ماست و انجام میشه. یک، برنامه درسی که در تابستون ارائه شد و میخواییم کلن جمع کنیم، کل تابستون رو میخواییم ببندیم، الله اکبر. دو، اگر آفلاین دارین که همه تون دارید لامصب، شروع کار این همه آفلاین کجا در اومده؟ معلم 6 جلسه گفته تو 11 جلسه آفلاین داری، آفلاین دونونه داری تو. تمام آفلاین ها رو میخواییم جمع بکنیم، یعنی هر جا هر موزلی هست جمع میشود. آقا کلش کلش از جلسه و جلسه اول رو میخواییم ببینیم. سه، مرور و جمع‌بندی کل مطالب خونده شده، یعنی اونایی که نخوندیم، آره اونایی هم که خوندیم هم جمع میکنیم.
انجام برنامه درسی توسط اساتید چیه؟ آقا خیلی از استادا خودشون برنامه میدن به بچه ها، اونو چیکار کنیم؟ گفتم تو شهر جمع ای والا نداره، یعنی هر برنامه استاد داده، خواسته، تکلیف، تست، هرچ، اونم آوردم تو، اونم آوردم تو، اونم آوردم تو برنامه. آقا من میام با جلو تستنی، خیلی نگران تستنی هم، اونم اومده تو برنامه. پس تمام درسایی که خوندیم و مرور میکن، خونده ها مرور، نخونده ها چی؟ نخونده ها هم مرور، جفتشو میخونم. تمام کلاس ها رو از جلسه اول میبینیم. اگر برنامه داده استاد، اونو چی کار بکنم؟ اونم تو برنامه شهری جمع جمع میشه. آقا تست چی؟ اینقدر تست میزنی تا تست دونت اذیت بشه. آقا خیلی برنامه چیزه، خدا وکیلی که خیلی چیزه. خب بریم جلو. این امیر حسین چی میگه؟ پیشخانی 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 چی میگه امیر حسین؟ آه خوبی؟ علی آب فروش ها پرسیده نظرتون در رابطه با مدرسه رفتن در سال کنکور چیست؟ بسیار مزخرف. دو مدل مدرسه داریم، یه مدل مدارس که همراهن تو کنکور با ما میان جلو، آدمهای خوبی هم، معلمهای چیزی داره، همه همراهن، همه هدفمون چیزه. پس اون که چیزه، منم چیزم، اینم چیزه، جمعمون چیزه، نتیجه چیز میگیریم. ولی اون دسته از مدارس و معلمهایی که اون یه حرفی میزنه من یه حرف، این چیز تو چیز میشه، یعنی من میخوام چیز کنم، اون نمیذاره من چیز کنم، چون هدف من چیزه، هدف اون چیز نیست، چیز میشه. پس خیلی باید حواستون جمع باشه، مدرسه خوب مدرسه که چیزه. بریم ادامه داستان. فردا مدیرای مدرسه زنگ میزنن، این چیز که گفتی یعنی چی؟ خب در پروژه شهری جمع به سربازان پادگان ذوالفقاریه چه میگذرد؟ یک، برنامه درسی بهشون میدم منطبق با سطحشون، شرایطشون و هدفشون. آقا یعنی منی که الان فکر میکنم میخوام رتبه زیر 1000 بشم، روند برنامه با دخترم هم که میخواد مامایی بخونه دانشگاه آزاد و رتبه 5000 هم بیاره قبول میشه، یکی نیست، نه نیست. دو، آزمون. وای 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 وای، یعنی همین در مورد شماره دو کفایت میکنه. وای، هیچی نمیگم، وای. اصلا مگه داریم در کل کشور سیستمی که به لحاظ برگزاری آزمون هم کیفیت، یعنی سطح آزمون، هم کیفیت و هم کمیت، یعنی تعداد آزمون، خفن‌تر از پادگان ذوالفقاریه باشه؟ خدایی نیست دیگه، ادعا دارم 5 میلیون جایزه گذاشتم، هیچ کی نیومد که. ها فازتون چیه؟ بیاید دیگه حداقل 4 تا آزمون طراحی کنید، بیاید 50 تومن بهتون میدم. این تا اینجا. بریم مورد بعدی، نظم و سختگیری. ببین من یه چیزی رفاقتی بهت بگم، تو دوره شهری جمع چون اردو مطالعاتیه، اگه احساس میکنی کشش و کیفیتشو نداری اونجوری که من میخوام، 6 بیدار شی 12 بخوابی با من بیای جلو، روند برنامه رو داشته باشی، خدا حافظ، بای بای بای، بای خداحافظی، خوشحالمون کن، چون قطعا میدونم در ادامه اتفاقات بدی برات میفته. ولی اگه با من همراه باشی که عاشق دستم، فقط مشکل اینه که تو رابطه هستم. پس نظم و سختگیری حرفه‌ای و نتیجه بخش و بسیار 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 مهمش علمیه، یعنی الکی اسکلوارانه نه، با چوب وایسیم بالا سرت، جون خوردی بیای پایین. دیدی آخه الان مثلا ما از وقتی که سیستم نظم و اینا رو راه انداختیم داستان‌های جذاب، مثلا دو شب مشاوره زنگ میزنه به دانش آموزه، بهترین سیستم چکینگ ایران. بچه خوابی؟ آره ها مطمئن شدم، بخواب بخواب. فازتون چیه؟ چی میزنید؟ چرا؟ حداقل موتورینه. پس بیدار با 6 صبح معلوم، خاموشی 12 شب معلوم، کاملا مشخص. پدر مادرهای عزیز تابع این نظم باشید بی زحمت، مخصوصا مامانا. حالا برنامه غذایی اردو رو میخوایم شروع کنیم، تایم ناهارمون معلومه، تو رو خدا از مثلا ساعت 11 و نیم ازش نپرس ناهار چیه، قربونت برم، مثلا روز قبل اینو هماهنگ بکن که اون تایم ناهار مشخص باشه چه اتفاقی میفته و چه فرآیندی. این نظم خیلی بچه ها مهمه، قبول دارید دیگه؟ آره بچه ها همه قبول دارید؟ آره تو خونه های شما هم اینجوریه؟
یعنی صبح که مامانتو میبینی اولین سوال اینه ناهار چی درست کن. دارید اینو شما؟ آفرین، همه با هم همدردیم. همیشه هم 4 ظهر ناهار میخوری نه؟ بعد میگی چرا؟ میگه خب نگفتی چی میخوای. با اینکه من گفته بودم، حتی من لیستو نوشتم زدم روی یخچال، ولی اون باز 4 بهمون غذا داد، بازم همون غذایی که خودش دوست داشت. ببین چند تا ویژگی مهم دارم مامانا، که تو هر کاری کنی، اصلا یک مادر لحظه ای که مادر میشه این قوانین نانوشته بهش الهام میشه. 1، قانون 1، از 6 صبح بپرس از همه ناهار چی میخوری تا ساعت 12 ظهر، ولی باز برو اون چیزی که دوست داری درست کن. این قانون شماره 1. قانون شماره 2، هر چی باقی میمونه تو خونه سوپ میشه، هر چی، اصلا مهم نی خوردنی باشه یا نه، تو سوپ میتونید، هر چی گم کردید تو سوپ میتونید پیدا کنید بچه ها. حله؟ فردا مامانا زنگ میزنن این چیزا چیه به بچه من میگی؟ بله بله، همه برنامه غذایی ملایی بمیرم، احساس میکنم کلاس مشاورم تو سومالی، همه حال بد، داغون. راست میگه، آره یه سری هم مامان هم هر چی میمونه کتلت میکنن و کوکو. چی؟ نه؟ کتلت و کوکو. مامان منم الان داره این کلاس رو میبینه مثلا. خب بریم ادامه داستان. 4، برایند پیتزا برای سربازای پادگان ذوالفقاری بر اساس طرح ثبت نامی سر جای خودشه. چکینگ و نظارتمون هم که مثل همیشه دقیق و علمی و سخت گیرانت. ببین تو تایم های اردو باید قشنگ خیلی مراقب با چیز میشی. حضور تمامی سربازانم توی گروه های رقابتی و دریافت خدماتو که داریم، کانال های تلگرامیمون که یه سری اتفاقات خاص میفته، یه سری آزمون ها و بانک تست ها و اینا روش قرار میگیره جداگانه که بر اساس اون میگم باید چی کار بکنی. حله، خیلی عمالی، بریم ادامه داستان. خب جزئیات پروژه بچه اینجا باشید. وای وای، تایممون تموم شد، گوش بده، خیلی کار داری. یک، این که توی تایمی که برنامه شهری جمع شروع میشه، هر دانش آموز برای هر درسش حق انتخاب برنامه داره. یعنی چی؟ احتمال داره من توی درسم تابع مشاورم باشم. من دانش آموزی هم اینجوری دارم مثال میزنم، یا کلاس داشته باشم و کلاس هم آفلاین داشته باشه، یا استادم خودش به هم برنامه بده. یعنی اون زفری تو شهری جمع من دقیقا میتونم واسه هر درسم تعیین تکلیف شده برم جلو. دقیق دقیق دقیق، یعنی هیچ اجباری در روند نامتعارف و نامنظم اجرای اجباری برنامه این نیست، همه چی سر جای خودشه. پس هر دانش آموزی میتونه با توجه به فرایند درسیش یکی از 3 مدل برنامه رو تو هر درس انتخاب کنه. بریم ببینیم 3 مدل برنامه چیه. همه اینجایید؟ بریم شروع بکنیم. بریم شروع بکنیم. آره 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 آره. بله فهیمه، روند برنامه دقیقا برای همه گروه هاست، هم پروفشنال هم اسمارت هم اون بر راه اندیشه. دانش آموز زده من حالا حالا کنکور ندارم، اشکال نداره، دارم نگاه میکنم این کیه، بیاید شروع خط کنم، 5م 6م، اما این کلاس اصلا واسه تو بدآموزی داره، الان من یه سری چیزا بهت یاد دادم، باید بری از این اون بپرسی اینا یعنی چی. همین الان کلاس برو بیرون و سری برو بشین جلوی تلویزیون عمو پورنگ بودو. خب ادامه داستان، ما 3 تیپ کار داریم تو شهری جمع. 1، برنامه بچه های پادگانیون که توضیح میدم چیه. 1 برنامه درسی برای بچه هایی که آفلاینیون هستن که توضیح میدم چیه، و 1 برنامه درسی هم برای اون دسته بچه هایی که معلماشون بهشون برنامه میده و هست اسمش با کلاسیون، که اینم خیلی مهمه. بریم شروع کنیم ببینیم داستان چیه.
بریم. همه اینجا برنامه پادگانیون، برنامه مطالعاتی درسی طبق فرایند درسی پادگان. یعنی چی؟ آقا من کلاس نمیرم، پس آفلاینی ندارم. دو، معلمی هم ندارم بهم برنامه بده. سه، میشه به من برنامه بدی؟ برنامه پادگانیون در اون درسی که تو اون ویژگی ها رو داری مال شماست. گرفتید بچه ها قضیه چی شد؟ بچه گرفتید قضیه چی شد؟ خیلی ساده است. پس در هر درسی کلاس نمی روی می بایست برنامه پادگانیون رو اجرا بکنی. دو، برنامه آفلاینیون ویژه دانش آموزانی که از کلاس های خود عقب افتادند و خاک تو سرها آفلاین دارن. آقا من کلاس دارم میرم، از کلاسم هم عقب افتادم، هی هم رو هم تلمبار شده و جمع شده. علتش هم میدونی چیه دیگه؟ من بارها توضیح دادم، اون دسته بچه‌ای که وسواس ذهنی دارن میشینن سر کلاس، کلاس رو میبینن دفعه اول اینجوری انگار دارن فیلم سینمایی میبینن، نه چیزی میفهمن نه چیزی مینویسن نه چیزی حل میکنن، بعد به امید اینکه برن آفلاین ببینن. حالا میرن میشینن آفلاینش میبینن، هی نمیفهمن، نگه میدارن نگه میدارن نگه. کلاس 3 ساعته میشه 13 ساعت، خسته میشه ولش میکنه، اینا رو هم هی جمع میشه. درسته بچه‌ها؟ درسته بچه ها؟ خیلی ها اینجوری هن، خیلی ها این مدلی هن. پس آفلاینیون ویژه دانش آموز هایی که کلاس آفلاین دارن، اونا برنامه جدا دارن و با کلاس، با کلاسیون. با کلاسیون داستانشون چیه؟ دانش آموز هایی که تمایل دارن با برنامه اساتید خود پیشروی بکنن. آقا معلم ما به ما برنامه داده، چیکار کنیم؟ برنامه شو من میارم تو شهری جام. بچه ها فهمیدی چقدر خفن شد؟ چقدر خفن شد. برنامه نداری بهت برنامه میدم، کلاس عقب افتاده داری آفلاین میبینیم، معلمت بهت برنامه میده اونم میارم توی شهر جمع، همه چی سر جای خودشه دیگه. واقعا چی میخوایم؟ خدایی چی میخوایم دیگه؟ من نمیدونم خدا وکیلی چی سر از این برنامه چیه. خدا وکیلی همه چی سر جای خودش، چیزه چیزه. بریم شماره 3 ببینیم داستان چیه. تعداد تست های برنامه شهری جمع مبنی بر سعت و توان علمی شما قابل انتخاب است. یعنی من با توجه به شرایطی که دارم میتونم مشخص بکنم چقدر باید تست بزنم. نگاه کن، نگاه کن ببین چی کار کردم. پس در اردوی شهری جمع با توجه به تر ثبت نامی خود تعداد آزمون‌های روزانه متفاوتی هم خواهید داشت. مثلا بچه های پروفشنال، تو الان روز چند تا آزمون داشتید؟ بله 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 اما ماشاءالله دو تا صد و خورده تعداد آزمون است. دو تا آزمون داشتی، بنابراین آره میدونم وی ای پی تعداد فرق داره. پروفشنال ها روزی دو تا آزمون داشتن، پس در طرح پروفشنال روزانه 3 تا آزمون ما در اردو جنبندی داریم. وای فهمیدی داستان چی شد؟ فهمیدی چقدر جذاب شد ماجرا؟ فهمیدی چقدر جذاب شد قضیه؟ همه چی سر جای خودش دقیق مشخص. بریم ادامه داستان. با. این یک نمونه از برنامه شهری جمع. برنامه اصلی رو میتونیم نشون بدیم؟ خیر، به خاطر اینکه دوستان مشاور نما کپی میکنن، فردا میاد بیرون تو کانالا پر میشه، هر سال این بلا رو سر رو میارن. پس امسال تا لحظه ای که برنامه بگیره دانش آموز، برنامه بیرون درس پیدا نخواهد کرد که کار دقیق و ردیف بیاد جلو. همه اینجا، همه اینجا، همه اینجا. سعید افراوی چقدر خوشحالم که تو کلاسی. همه اینجا، یکی از رتبه های امسالم. نگاه کن ببین داستان چیه. این شهری جمع 1402 ویژه تر پروفشنال که من دارم مثال میزنم. نگاه کن، روز به روز برنامه بگیری،
ساعت‌های یا باکس‌های مطالعاتی مشخصه. بچه‌ها باکس‌ها رو ببین، برای حجمی خاناستا، باکس‌ها برای حجمی خاناست. میای به من میگی گریه می‌کنی، میگه ای کاش برای من زیست 3 ساعت یه ضرب بذاری تو برنامه معدوم آدمایی هم که دوست دارم یک کله یه درس بخونم. میای به من میگه تو رو خدا 4 ساعت برای من شیمی بذار، می‌خوام 4 ساعت یه ضرب شیمی بخونم. این اسمش برنامه حجمی میباشد که اینا توی برنامه تو روند برنامه داره قرار میگیره. نگاه کن چقدر همه چی سر جای خودشه. خدایا شکرت، خدایا شکرت که تو پادگان ذوالفقاریم. پس من هر روز برنامه فردی بهت میدم، باکس ها و زمان بندی هاش مشخصه و درس ها. نگاه، مثلا این روز اوله زیست، ریاضی، فیزیک، شیمی و یه سری چیزا که نمیتونم الان بگم، ولی هر روز همه چیزو داریم جمع میکنیم. جذاب و ادامه داستان. حالا نگاه کن، در هر درسی با توجه به تعاریفی که بهت گفتم و دقیقا توضیح دادم که جزو یه دونه از اون سه تا گروه هستی یا پادگانی هستی، جزو بچه‌هایی هستی که قراره من بهت برنامه بدم، یا با کلاسیون هستی، جزو بچه‌هایی هستی که معلمت قراره بهت برنامه بده، یا آفلاینیون هستی، جزو بچه‌هایی که آفلاین داری، برنامه رو میاریم جلو. زیست، اگر در زیست معلم و کلاس نداری، باید این برنامه رو اجرا بکنیم. این روز اوله. اگر معلم داری و بهت برنامه نداده و در درسش عقب افتادی، باید بری بشینی آفلاین رو ببینی. اگه معلم داری آفلاینی نداری و به تکلیف داده، باید بشینی تکلیف رو اجرا بکنی. وای چقدر جذاب شد، وای چقدر جذاب شد داستان. یعنی هر چیزی سر جای خودش. نگاه کن، ریاضی، آقا من معلم ندارم، اینو باید اجرا کنی. آقا من معلم دارم ولی آفلاین دارم، به این برنامه ای نداده، آفلاین دارم، باید آفلاینه رو ببینم، چیکار کنم؟ بودو بی آفلاینیون. آقا من معلم دارم، آفلاین ندارم، به این تکلیف داده، به این برنامه دادم، انجام تکلیف یا برنامه معلم. همه چی سر جای خودش، همه چی سر جای خودش، دقیق دقیق. حالا بریم سراغ تستا. اینجا رو ببین، قسمت جذاب ماجرا، تعداد تست. من توضیح بهت میدم بعدن. ما سه تیپ دانش آموز تو تایم شهری جمع داریم برای تست دادن. گروه اول بچه‌هایی که تازه به جمعمون اضافه شدن، قوی نیستن، 0 کیلومترن. اونا تعداد تستشون در هر روز برای هر درس باید در گروه خفیف قرار بگیره که تعداد تست کمتری داره، چون سرعتشون کنده، تازه میخوان یاد بگیرن. گروه دوم بچه‌هایی که همراه بودن، نصف نیمه کار انجام دادن، ناقص خوندن، سرعت متوسط دارن، اونا میان توی قسمت خفن تعداد تستا رو میزنن. گروه سوم بچه‌هایی که خیلی خفن، از اول بودن، سرعتشون فوق‌العاده است، کیفیتشون عالیه، هماهنگ، اونا میان قسمت خوف تست میزنن. تعداد تستا ببین با هم فرق داره، حتی با توجه به شرایط هر دانش آموز. حالت چطوره؟ اوضاع احوالت چطوره؟ الان چیزی یا نه؟ آره یا نه؟ الان چیزی یا نه؟ بگو ببینم حالت چطوره؟ آها، حالا احوالت چطوره؟ خدا رو شکر از این حجم چیز بودن. خب بریم ادامه کار خودمون. بریم ادامه داستان. توی برنامه درسی که ما داریم و بر مبنای اون با هم دیگه میایم جلو، یه اتفاق مهم دیگه هم داره. یه اتفاق مهم دیگه هم داره میفته. اون چیه؟ حالا بازه‌های زمانی رو بهت میگم. ما از ساعت 6 صبح بیداریم تا ساعت 12 شب. باکس های درسیمون معلومه. یه تایم اختیاری هم آخر شب داریم، ساعت 10 تا 12 که تایم سبقته، که به موقع روش توضیح میدم باید چیکار کنی. همه چی سر جای خودشه. حتی زمان های آزمون ها، 6:30 صبح آزمون صبحانه،
17 و 30 دقیقه عصرانه، 21 شبانه. یعنی یه دانش آموز پروفشنال دیگه چی میخواد؟ برنامه دقیق داره. تو این برنامه برای درسی که کلاس نمیره برنامه داره، برای درسی که کلاس میره آفلاین داره، آفلاین رو میتونه ببینه، برای درسی که کلاس میره آفلاین نداره معلم بهش تکلیف داده میتونه تکلیفش رو اجرا کنه. روزانه 3 تا آزمون داره، صبحانه، عصرانه، شبانه. همه چیز کامل چیده شده. میبینی اوضاع و احوالو؟ یعنی الان این جون میده، این جون میده برای کسی که از صفر مطلق میخواد شروع کنه. نه نسترن پور رنگ، اون فرق داره، اونا کلن روالشون فرق داره، یه کارگاه جداست که بهشون میگم باید چیکار کنه. حالا اینجا داستان رو نگاه کن. پس عملا ما این آب خوردن در پروژه بسیار مهم شهری جمع میتونیم در این دو هفته فوق‌العاده دوست داشتنی حتی بیشتر از 10 هفته ای که تا الان سپری کردیم کار انجام بدیم. این جذابه، این مهمه که انقدر کیفیت کار و حجم کارمون بالا خواهد بود که این آب خوردن کمکاری ها رو میتونیم جبران کنیم و انگار این 10 هفته چیز شده در 2 هفته. پس خیالم راحته، عقب افتادگی هم همه جبران میشه. آفلاین هم 0 تا 100 میتونم ببینم، تستای نزدم هم کامل میزنم، همه ی آزمون هم دوباره از اول تحلیل میکنم چون همه رو میخوام مرور بکنم. اما یه نکته خیلی مهم داره این داستان، یه نکته مهم. این عدد تو ذهنت باشه، این عدد تو ذهنت باشه، با من بیا جلو کار دارم. نگاه کن، قوانین شهری جمع یه بار با هم دیگه از اول تا آخر مرور کنیم ببینیم داستان چیه. یک روز در پادگان ذوالفقاری تو دوره شهری جمع، 1 بیداری رأس ساعت 6 صبح، خاموشی رأس ساعت 12 شب. روزانه 3 الی 5 آزمون داریم بر اساس طرح ثبت نام ایف. متوجه شدین اصلا دارن؟ برنامه‌ریزی دقیق روزانه با تعداد تست مشخص و زمان بندی دقیق. چی می‌خواید؟ الان حالی به آدم میمونه، احوالی به آدم میمونه، همه چیز معلوم و سر جای خودش و منظم. یعنی اگر کسی تو شهری جمع نتیجه نگیره خونش حلاله، به خدا خونش حلاله دیگه. تو نگاه کن قالب کارو، از 0 تا 100 دقیق همه چی سر جای خودش قرار گرفته. فقط آدم با غیرت میخوام که بخونه. بیا با من مرور کن ببین چیکار کردم برات. برای مثال یه سربازه پروفشنال توی پادگان ذوالفقاری تو اردوی شهری جمع چی بهش میگذره؟ ساعت بیداری چنده بچه‌ها؟ 6 صبح بیدار باشمونه. 6 تا 6:30 صبح ورزش داریم، صبحانه داریم، آماده سازی پیتزا که پیتزا را من بهتون میدم، پیتزا تو تایم خودش میاد رو کانال قرار میگیره. ساعت 6:30 تا 7 آزمون صبحانه رو داریم و تحلیلش. ساعت 7 تا 10 اولین پارت مطالعاتی. چند ساعت شد؟ ساعت 10 تا 10:30 دوباره استراحت، مطالعه پیتزا. ببین تایم های خوندن پیتزا رو هم براتون گذاشتم، تایم های خوند، فقط تایم دستشویی و حموم و اینا الان نیستش، احتمالاً باید بذاریم از سریای بعد. تایم پیتزا رو هم برات گذاشتم. ساعت 10:30 تا 1:30 پارت مطالعاتی دوم. دوباره چقدر شد؟ 3 ساعت شد. بریم ادامه داستان. ساعت 1:30 تا 2:30 مطالعه پیتزا رو داریم، ناهار رو داریم، استراحت رو داریم. دوباره ساعت 2:30 تا ساعت 5:30 پارت مطالعاتی سوم. دوباره چقدر شد؟ 3 ساعت فقط مطالعه شد. من آزمون و تحلیلاشو در نظر نگرفتم. ساعت 17:30 تا 18 نیم ساعت آزمون اسنونه رو داریم، تحلیل داریم، مطالعه پیتزا. دوباره گذاشتم توی برنامه. واسه ساعت 18:00 تا 21 پارت مطالعاتی چهارم. دوباره چند ساعت شد؟ 3 ساعت شد. ساعت 21:00 تا 22 آزمون شبانه رو داریم، تحلیل رو داریم، شامو داریم، مطالعه پیتزا رو داریم. پشبندش 2 ساعت تایم سبقت داریم. چقدر شد؟ 2 ساعت شد با تایم آزمون ها. پس چی شد؟ تایم های مطالعاتی مشخصه، زمان آزمون ها مشخصه، زمان تحلیل مشخصه، تایم پیتزا هم مشخصه. حالا برگرد عقب. این چی بود؟ اگه در تایم شهری جمع با من هماهنگ و همراه بیای جلو و تمام بازه‌های زمانی رو رعایت کنی، 0 مطلقاً باشی به 100 میرسی. چرا؟ چون این مدت زمان مطالعه، آزمون و تحلیل دقیق در 1 روز در پروژه
ها روزانه 15 ساعت کار مفید چیزم باشی چیز میشی. فقط باید خیلی حواست جمع باشه، چون همه چیز دقیقه دقیقه دقیق سر جای خودش. آه چقدر جذاب بود، چقدر خوشم اومد، چقدر لذت بردم. قبول داری؟ قبول داری؟ به خدا که چیزم باشه چیز بشه، به خدا که دیگه اصلا حق نداری حرف بزنی، به خدا که اصلا حرف بزنی از ما نیست، به خدا که اگر کسی با این برنامه هم نتیجه نگیره باید بره پیش متخصص مغز و اعصاب. اینقدر همه چی سر جای خودش، آخو مگه میشه؟ وای وای اینقدر دقیق مگه میشه؟ اینقدر کامل مگه وای خدایا سویل ذوالفقاری تو را چه شده است؟ اینقدر کامل؟ بعد اصلا جرأت داری با این مامان باباها اگه از الان به بعد درس نخوند، ببین منو، اگه از الان به بعد نخوندن چون همه چی هست، اگه گفت برنامه نداره بیار، اگه گفت آزمون نداره بزن، اگه گفتش نظم و نظارت با چوب بزن کبابش، اگه گفتش که من نمیتونم اینجا بندازش تو انباری در روش ببن جوجو بیاد بخورش. این مدل آدم های گرزن ورورو هیچ جایی تو کل دنیا ندارن. دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای برای اینکه درست و درمون بتره کنی؟ کسی که از اول بوده که بره حالشو ببره نوش جونش، کسی که هم که تازه اومده به جمع ما اضافه شده صفر تا صد ماجرای دیگه، یعنی کل تابستون رو تو دو هفته دارم، ده هفته رو تو دو هفته دارم میبندم، روزی 15 است دارم میبندم کارو دیگه. یعنی اگه اینم نتونی جمع کنی اونم نمیتونی جمع کنی. خلاصه حواستون باشه، کارو درست و درمون و حرفه‌ای بیارید جلو و چیز نباشید، این خیلی مهمه. آقا از شهری جمع خفن‌تر به خدا که نداریم. حالا چرا؟ نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن دیگه نگاه کن روزانه 5 تا باکس داریم جهت مطالعه یا دیدن آفلاین. مدت زمان اردوی شهری جمع در پادگان ذوالفقاری 15 روزه. بنابراین در کل پروژه شهری جمع 75 تا باکس جهت مطالعه و دیدن آفلاین خواهیم داشت. وای خدا چقدر باید چیز باشه کسی که نتونه اینو جمع کنه؟ 15 روزه، روزی 5 تا باکس مطالعاتی داریم، 75 تا باکس، هم میتونم توش درس بخونم هم میتونم توش آفلاین ببینم. به اونی که این کارو کامل جمع نکنه، خدا اگه کسی اینو نبنده عجب آدم نبندیه، عجب آدم نبندیه کسی اگه اینو نبنده. اگه تنها فقط هر روز دو جلسه آفلاین ببینی، یعنی از این بچه فسفسو گلهایی که گل مامان باباست، نیم ساعت دستشو میشوره، 45 دقیقه با آینه نگاه میکنه، روزشو با خوشی و طراوت شروع میکنه، 17 دقیقه چای شیرینشو هم میزه، هر لقمه 70 ثانیه طول میکشه تا بیاد هواپیما بچرخه و بچرخه. تا از این تیپ آدم نچسب ها هم باشی اینجا جمع میکنی برنامه را. اگه اینم جمع نکردی که دیگه خیلی جمع نشدنی هستی، یعنی چیز جمع نشدنی، عجب چیزیه. بریم ادامه داستان، بریم ادامه داستان، عجب چیزیه، خیلی هم بیزیه. همه حواسو اینجا، اگه تنها فقط هر روز دو جلسه آفلاین دیده باشی بعد از پایان اردوی شهری جمع 30 جلسه آفلاین، معلم هنوز 30 تا آفلاین نداره، معلم هنوز نتونسته 30 جلسه درس بده، بعد تو میتونی 30 تا آفلاین جمع بکنی. یعنی اگه شهری جمع تموم شد آفلاین های تو تموم نشد، برو تو خودتو تموم کن، چون همه چیز مهیاست. قبول داری؟ قبول داری؟ قبول داری؟ آره به قرآن همه زدم فوش بده راحت باش. یه لحظه دوربینا رو قطع کنید، بذارید من اونجوری که باید و شاید چیز باشم.
آفرین محمد امین کربلایی چقدر قشنگ نوشته. آفرین آفرین. خدا وکیلی الان قشنگ چیز هست یا نه؟ چیز درست و درمون آره یا نه؟ آقا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. تو اردوی شهری جمع میتوان تا روزی 15 ساعت به صورت فشرده و حرفه‌ای خدایا مطالعه کرد، آزمون داد، آفلاین دید، روتین پوستی رو رعایت کرد، گل مامان و بابا بود. این یعنی در این 15 روز با روزی 15 ساعت کار حرفه‌ای میتوان رکورد 225 ساعت را ضبط کرد. به شرفم قسم بعضیاتون از اولین لحظه‌ای که خوندن و نوشتن رو شروع کرد، یعنی جلسه اولی که رفتی پیش دبستانی گلهای مریم، نشستی پشت میز که خانوم قارانی بیاد و روند درسی و استارت بزنه، تا الان تو 225 ساعت رو نخوندی تو زندگیت، کلن رو هم نخوندی. من تو دو هفته دارم 225 ساعت رو میبندم. فهمیدی حالا؟ فهمیدی؟ فهمیدی؟ که به خدا اگر اصلا نمیدارم به خود مجلس بیاد از این طرح و برنامه استفاده بکنه، روند اقتصادیمون یه چیز دیگه میشه. یعنی نگاه چقدر همین چی سر جای خودش، خدا وکیلی چقدر میدون و دقیقه، چقدر خوبه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. زمان بندی درست، برنامه درست، آزمون درست، صدا تست درست، روند برنامه درست، نظارت درست، چکینگ درست، گزارش عمل کرد درست. چرا نباید یکی نتیجه بگیره؟ اصلا اونی که نتیجه نمیگیره برای چی هست؟ اه وای نگاه کن، نگاه کن این فرم گزارش عمل کرده. مثال زدیم واسه بچه های پروفشنال، یعنی هر شب در پایان یک روز کاری، آقا تینا رو بگیم یواش یواش بیاد دیگه، تینا رو یواش یواش بگیم بیاد. هر روز که درس تو خونده تموم شد، در پایان یک شب کاری تو یه فرم گزارش عملکرد میگیری، اینجوری روند درسی، مطلب خونده شده، تعداد تست، منبع، زمان، نتیجه آزمون ها، مدت زمان های استفاده، تایم مفید، همه بردم. یعنی همه چی خیلی دقیقه، خیلی میزونه همه چیز، همه چیز خیلی سر جای خودشه. یعنی قشنگ به معنی واقعی کلمه من از تو میخواهم، نه که تو الان از این استفاده میکردی در قله های موفقیت و پیروزی و افتخار بودی و خانواده هر لحظه به داشتنت افتخار میکرده، آقا یه مدتی بی زحمت از این استفاده نکن، این یه ربات باش، بذار من کارم رو انجام بدم، جای تو فکر کنم، تصمیم بگیرم، تو فقط اجرا بکن. تو که تا الان فکر کردی به این نقطه رسیدی و خیلی نقطه ایدئال و خوبیه، هم به لحاظ فرایند اجتماعی جایگاه خوبی داری، هم به لحاظ علمی خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای داری، بی زحمت از الان به بعد مغزتو بذار کنار، یه تایم محدودی فکر نکن، بذار من جای تو فکر کنم، ببینیم اون وقت چه اتفاقی میفته، اون وقت ببین شهری جمع چیکار میکنه باهات، ببین چیکار میکنه باهات. آه خدا خوبی تینا؟ بس که نیستش تینا، اینی چقدر هرسمون میدن؟ سینا سیفتار گفته آقا تایم تست زدن و دیه نوشتن و تست زدن هم تو برنامه. سینا الان به نظرت اینا واقعا مشخص نبود تو برنامه؟ الان توی برنامه یه روز ما غیر تایم دستشویی و حموم همه چی معلوم بود، اونم خب من نمیدونم تو وضعیت چجوریه، وگرنه که دیگه میآوردم اونم اینجا. بی تربیت چیز. نگاه کن آقا، ما چند تا کار خیلی مهم میخوایم انجام بدیم، ما چند تا کار خیلی مهم میخوایم انجام بدیم، همه حواسو اینجا که متوجه بشید داستان چیه. یک، ما میخوایم رکورد خودمون رو تو ساعت مطالعاتی بشکن، این مورد هم. دو، میخوایم به لحاظ تعداد تست بتره کنیم. سه، میخوایم تایم هدر رفت زمانمون رو به صفر برسونیم. چهار، مدت زمان خوابمون رو میخوایم کنترل بکنیم. و در آخر تایم استفاده از این موبایل لعنتی رو میخوایم آروم آروم بزنیم، منهدم کنیم و بتره کنیم که بشه اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، بشه اون اتفاق خوبه.
تینا به جمع ما اضافه بشه بعد بریم ادامه داستان. موافقید؟ خیلی خوبه. سلام علیکم. خوبید؟ وصله؟ نه نه بذار وصل کنم. آه وای بچه ها. سلام خانم دکتر. سلام. حال شما؟ مرسی. خوبی شما؟ خوب. کامل خودت رو واسه بچه‌ها معرفی کن. تینا قیاسم. بنش کن اوکی دیگه. 964 401. یعنی دیگه از الان باید بگیم خانم دکتر تینا قیاسم. درسته؟ خیلی عالی. تینا این کادر رو می‌بینی؟ باید تو وسط این کادر قرار بگیری. آه یعنی ببین تو یه طرف دره، منم یه طرف دره. خیلی وسطمون هم یه دره که قشنگ کار درست و درمون جمع بشه. خب رفقا تینا یکی از برای بچه های خیلی باحاله و الان دلیل این که اومده اینجا و روندی که داشته و اتفاقایی که افتاده رو کامل کامل میخواییم با هش در موردش صحبت بکنیم با تینا که اصلا بفهمیم داستان چی و چه ماجرایی شد که اینجوری شد. تینا درس خوندن حرفه‌ای و کی شروع کردی؟ میخوندم سال مطالعه خوب بود ولی اومدم پیش شما دیگه با شما شروع کردم یکم نظم یکم که چرس کنم خیلی نظمه بیشتر شد، آزمونا بیشتر شد، این جدی گرفته شد. بعد با همین روال اول که میخواستی بیایی تو پادگان مثل بقیه بچه ها نبودی بترسی الان میرم اونجا نمیدونم ساعت 6 بیدارشم 12 بخوام میندازنم بیرون فلان تو از این فضای ترس داشتی یا نه؟ ریلکس بودی؟ دوم بود من فارغ التحصیل بودم یکم به این چیزا فکر نمی‌کردم. آها از اون بچگی در اومده بودی دیگه فضات این بود آقا باید برم نتیجه بگیرم دیگه حالا هر چی هست باید آره یه اتفاقی بیفته. اوکی شروع کار توی پادگان ذوالفقاریه. اول از همه اینو بهم بگو ببینم این نظمی که تو سیستم بود 6 صبح بیدار شدن 12 خوابیدن اذیتت نمی‌کرد؟ اون بیدار شدنای روزای اول یکم با شوکه شدم میتونستم تحملش کنم. بعد مثلا نرفتی تو فضای قبلش مثلا 7 تا 8 بیدار می‌شدن بعد از همون هفته اول چون چکینگ هم گفته بودین داره امکانش به منم زنگ بزنن میام 6 بیدار می‌شدم با ترس و لرز. هیچ وقت شد بگی آقا چه کاری بود کردم می‌خوابیدم برای خودم؟ نه جدی میگم چون دو هفته یه بار کلاس داشتیم یا مثلا وایس می پرستادین خیلی نمی‌ذاشت به این چیزا فکر کنم. این صادقانه دارم میگم اون وایستونه که گوش میدادم همه این فکرها میپریدن. بعد اینا روند آزمونهای روزانه چجوری بودش؟ یعنی این که پایین ترین درصد تو یادته؟ راستش همون فکر کنم 3% یه همچین چیزایی 3%. آقا دیدی الان فکر میکنی رتبه های زیر 1000 همه با درصد 70-80 شروع میکنن از این خبرانی. 3% کدوم درست؟ فکر کنم ادبیات قرابت. 3% قرابت ها خیلی سخت میگرفتیم خیلی سخت میگرفتیم. و الان مثلا یعنی توی آزمونا فارسی بیشتر از همه اذیتت میکرد؟ که فارسی هم آخر نتیجه رو دیم بالاترین درصد تو کل کارنامه. چند زدی؟ 88. واه از 3% به 88 با آزمونا. بعد روال آزمون دادن چجوری بود؟ ببین الان بچه ها فازشون اینه آزمون بدیم خدافظ. من اولش اینطوری بودم آزمون میدادم خیلی کوتاه غلطامو چک میکردم میذاشتم کنار. ولی من یکم قبل از سوریوفن وارد پادگان شدم دیگه تو از سوریوفن خیلی جدی گرفتم آزمون رو همه رو میدادم چک میکردم حتی بعدیشون 2-3 بار دادم چک کردم بعد نتیجهش هم خوب میشد. از سوریوفن رو گفتیم ما الان داریم در مورد شهریجم صحبت میکنیم اولین تایم ولی خب اصلی ترین جنبندی ها حبس آموزشی از سوریوفن دیگه. از سوریوفن چه اتفاقایی برات افتاد؟ خیلی فشار بالا بود. من چون قبلش یکم برنامه سبک‌تر بود یهو وارد این شد بعد دقیقا بعد از سوریوفن تایم بود که من خسته شدم بهتونم گفته بودم یکم تایم مطالعه اومد پایین تنم تست اومد پایین تنم همه چی برمیخت یه هفته فکر کنم 5-6 روز اینا. تو خود از سوریوفن چطور بود؟ نه اونجا خوب بود اونا همه رو انجام میدادم همه چی اوکی بود رو روال بود. بعد اون فشار کاریه و تعداد آزمونه و این داستان ها تعداد آزمون چرا یکم فشار چقدر سرده اینجا چرا بابا خوبه همون که مخمیم میخوای یکم چیز کنم ولی خب بعدش که تینا رفت قشنگ -30 منجمد شد. خب بعد آره چی داشتم میگفتم؟ تعداد آزمونا تو اسوده چرا بعد از ظهر اذیت میکرد چون داشتم برنامه رو انجام میدادم بعد یه بعد از ظهر بعد آزمون میدادم اون یکم رو ما خورد. خب حالا تینا این فرایند آزمونی رو تو ذهنت اینجوری نگه دار رفتی سر جلسه کنکور تستا رو که دیدی به یاد آزمونا افتادی یا نه؟ از سودیوفن یکم دور بود ولی نه نوع تستاشا چون تو اید و اینا تست جدید داشتیم یکم اونا بیشتر اومد تو ذهنم یعنی تستای حبس و تستای کروکی بعدش اونا خیلی
قروچی هم من خیلی نمیزدم، ولی عید چون کتابا مونده بود استرس اونا نمیذاشت. ولی سر عید بابا دیگه خاموش کردم اونو بند خوده، دیگه چیزی نمونده داشت. سرده امیر؟ نه چه میلرزی؟ خوبه خوب؟ ولی عید خیلی، عید همه آزمونا رو میزدم، هر چی تست شما میدادی میزدم. اوکی خب دینا یه نکته خیلی مهم. ببین تو توی پروژه یک ساله ای همراه بودی توی فرایند سیستم که قطعا یه جاهایی حالت بد شده، ناامید شدی، کم آوردی، اعصابت به هم ریخته. یکی اینکه بهم بگو چقدر این اتفاق می افتاد برات، چقدر پررنگ بود این داستان، و اینکه اون موقعی که حالت بد بود چیکار می‌کردی؟ اونجا که خیلی حالم بد شد میگم یکی بعد از استودیو فیلم بود، یکی بعد از این بود. بعد از این تایم استفاده از گوشی من یکم رفت بالا. یه سری روزا واقعا زیاد مثلا داشتم تست می‌زدم. همینجا وایسا. اگه الان برگردی به اول سال، برگردی به اول سال و بخوای دوباره شروع کنی به درس خوندن، گوشی تو می‌ذاری کنار یا نه؟ آخه اولا زیاد استفاده نمی‌کردم. خیلی جدی گرفته بودم، کامل دور بود ازم. ولی بعد از اینکه چون خیلی خسته شده بودم، مثلا شبکه مجازی جدید اضافه کردم. یعنی در این خب حالا الان بعد از اینو در نظر بگیر. از گوشی استفاده می‌کنی یا نه میکنش می‌ذاری کنار؟ چقدر چون خیلی چقدر رتبتو خراب کرد؟ یه عدد بگو. مثلا بگو آقا من 900 شدم، گوشی 5 تا رتبمو خراب کرد، 20 تا خراب کرد. من میتونستم تایمی که گوشی استفاده میکردم زیست بخونم، اونو زیستم مثلا 60 بزنم دو رقمی شه رتبه. واقعا اینقدر؟ اینقدر. یعنی استرس انتخاب رشته رو نداشته باشم تو اون تایم، بدونم مطمئنا تو تهران قبول میشم. اوکی. تو دو تا بازه زمانی حالت بد شد، ناامید شدی. چی بهت گذاشت؟ اصلا به ول کردن درس و اینا رسید؟ مثلا آه چیه کنکور این داستان؟ نه اینکه ول کنم نه، فکر کنم یه بار با شما صحبت کردم، دقیق یادم نیست. ولی برگشتی؟ آره خیلی جدی، مثلا بعد از استودیو فیلم تقریبا میگم 5-6 روز طول کشید، ولی بعد از یکم بیشتر طول کشید. اگه الان قرار باشه بعد از این خیلی خطرناک بود، همین الان که دارم میگم میترسم دیگه، اون در رفتیه بود. اگه الان قرار باشه به بچه‌ها چند تا توصیه بکنه، یکی اینکه چه کارهایی نکنن چه کارهایی بکنن، چی میگی؟ برنامه‌ای که میدن رو خیلی جدی بگیرن و کلاساشون، کلاساشون با آزمون، آزمونه که شما میگیرین یه طرف، آزمونه کلاسا یه طرف. چه کارهایی نکنن به بچه‌ها یادم رفت. حالا بهش فکر کن بگو چه کارهایی نکنن. در اصلاش سرمایه اینجا خیلی گرم، گرم نشو دیگه داریم میپد. چه کارهایی انجام بدهند، چه کارهایی انجام ندهند؟ یه سوی مشاوره، چون من مشاور زیاد عوض کردم، میگفتن نبر. تایم خواب خیلی براشون مهم نبود، ولی به نظر من مهمه. یعنی نظم ذهن. حالا نه که مثلا دقیقا 12 تا 6 اینو شما تعریف میکنین، ولی اینکه یه تایم مشخصی برای خواب داشته باشن، بدنشون کم نیاره جلوتر، این خیلی مهمه. اینکه استراحتشون باشه خیلی، چون شما یه سری وقتا شب میگفتین بیدار بمونین، بچه ها اختیاری بیدار میموندن، خب اون خیلی تعدادش کم بود. آره محدوده واسه اون بچه هایی که یه موقعی کم بیدار به حالت کلی، ولی تو میگی منظم باشه. برنامه رو وقتی پیش میبرن دیگه واقعا اونقدر نیاز نیست به خودشون فشار بیارن، شب بیدار بمونن، صبح خیلی زودتر بیدارشن. این منظرمش خیلی زود خسته. اوکی حل. تینا ما یه کوچولو کارو ببریم جلو، یه کوچولو بعد دوباره تو برگردی به جمع ما. تو این تایمی که تو اون نشستی ما یکم کولر روشن کنیم. اوکی باشه باشه باشه. کولر رو بزن، کولر رو بزن. حل. اوکی بریم ادامه داستان. خب آقا این تو اینجای ماجرا ما خیلی کارمون مونده، اصلا چرا تینو بعد این جلسه بید؟ این تو اینجای کار. ببین یه ماجرای خیلی مهم، ما زمانی میتونیم توی این تایم بهترین نتیجه ممکنو بگیریم که چند تا اتفاق مهم برامون میفته. شیشتونگ اینجا باش، اینو خوب گوش بده. یک، اولین داستان مهم، حواسمون جمع اعداد و ارقامی که اینجا داره پیش میاد باشه. این مورد اول. مورد دوم، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی به این فکر نکنیم که تا الان چه اتفاقی افتاده. تمام. الان دانش آموزه میخواد شهریجم رو شروع بکنه، از صفر مطلق باید با من بخونه بیا جلو، ولی فضای ذهنش اینه
یعنی واقعا میشه؟ منی که تابستون خوب نبودم، منی که کمکاری کردم، منی که حرفه‌ای نخوندم، واقعا میتونم الان کارو جمع بکنم؟ واقعا میتونم برای این اساس بیام جلو نتیجه بگیرم؟ ببین یه ماجرایی رو یاد بگیر رفیق، اگه تو رسیدی به این پختگی ذهنی که آقا هر اتفاقی افتاده چه خوب چه بد گوره بابای گذشته، من از الان به بعد قراره یه فرایند دیگه برای خودم داشته باشم، قطعا یه شرایط خوب برات ایجاد میشه. پس یک، حواست باشه که رکورد خودتو بشکنی. دو، حواست باشه که به آینه بغل ذهنت نگاه کنی. اینکه چه اتفاقی افتاد اهمیتی نداره، از الان به بعد فقط اهتن از صراط مستقیم با من بیا جلو و نگاه نکن چه ماجراهایی ایجاد شده بود. حله بچه ها؟ حله؟ همه چی معلوم؟ چقدر جالب، بیتا قیاسفند خواهر تینا قیاسفند تو کلاسه، بعد هی میزنه من خواهر تینا، من خواهر تینا. خب بریم سراغ چالش ها، الان هم داره بیرون میخنده صدای من. بریم سراغ چالش ها، شیشتون تخته رو ببین کار دارم. دو اصل داستانه بچه اینجا، همه اینجا تینا تهر پروفشنال بود، بچه هایی دارم میپرسن. بچه ها صدا رو دارن؟ اوکی. آقا ما از روز اول شهریجم سه تا چالش میخوایم داشته باشیم، خیلی هم مهمه، به خدا که خیلی پیگیره این داستانم، یعنی دوست دارم تو چالش ها نباشی، پوست از سرت میکنم، باید شرکت کن. اولیش، از روز اول میخونی میان جلو، اگه داری دوره میکنی از رو دین خفنترین دینا تو عکس میگیری برام میفرستی که ببینم چه خبره، اگه داری از اول میخونی میای جلو فرآیند یادگیری پیش مطالعه دی ان اف مرور رو انجام میدی، نکاتو میریزی تو دی ان، عکس میگیری میفرستی. اسم چالشمون چالش تو دی ان و برام مهمه که ببینم داری کارتو کامل انجام میدی. دومین چالش، از روز اول شهریجم 6 بیدار باشم، 10 دقیقه به 6 بیدار میشی و چالش ورزش رو خواهیم داشت. ورزش درست و درمون و سوسولی چرت و پرت رو هوا نه، میدونی من چند سال صبح میرم میدوام، اون موقع شب میخوابم، همه تون رو چکینگتون انجام میدم، بعد از خواب قبل همه تون میدارم دوی بیرونم رو دارم، قشنگ ورزش بیرون. اگه میبینی بیرون نمیشه تو حیات، تو حیات نمیشه تو تراس، نمیشه رو پشت بوم، تو اتاق و تو خونه نه اینجوری منو بالشم الان یوی این چرت و پرتان. ورزش درست و درمون، فیلم میخوام، فیلم، ورزش اراجیفم نه، آقا من کمرم مشکل داره فقط میتونم صبح یه حرکت اینجوری بزنم، فکر اینا بریز تو صد داشت، قشنگ ورزش حوازی حرفه‌ای میری بیرون میدوی، فیلم برام میپرسی، دوست دارم هم این کار انجام نشه، همه شرایطش هم میگم. و مورد بعدی که عاشقشم من، چالش تخت بی تخت. آقا جون یه چیزی رو گوش بده، خدا وکیلی یه چیزی رو گوش بده، یه چیزی رو گوش بده. سعید افراوی زده تو اردو نوروزی تی سه میخوابیدی. آره سعید یادشه، چه اردویی بود، وای وای، سیب زمینی زغالی ها ریایته. سعید گوش بده، گوش بده، ولش گوش نمش. چالش تخت بی تخت، ببینیم داستان چیه. ما همه ما میدونیم صبح که خواب بلند میشیم شب قبلش دیر خوابیدیم، خسته ایم، داغونیم، یک سال بعد زحمت بکشیم بیم بیرون، اون لحظه اتفاقی که میفته اینه، یک سری شیطان میان دورمون جمع میشن و جملاتشون اینه: بگی بخواب، بگی بخواب، حالا یک کوچولو بیشتر، 5 دقیقه بیشتر، 10 دقیقه بیشتر، کسی رو نکشته، اصلا امروز خوب استراحت بکن، بازدهت میره بالا، فردا کمتر بخوام. ببین اینا همشون زمانی میان دور و ور تو که این تخت جلوی چشت باشه. آقا از روز اول شهریجم چالش تخت بی تخت رو داریم، کم کنه تختا رو بره، تا اون تخت لعنتی هست تو در طول روز پشت میز تحریرت که نشستی داری درس میخونی برمیگردی بهش نگاه میکنی اینجوری، اونم به تو نگاه میکنه اینجوری، میگه بیا، تا میگی واقعا، میگه آره بیا، دو دقیقه تموم کار. بنابراین این حس عاشقی دو طرفه رو میخوام به گلسستیانم
گسستش کنم، ببرمش. چیکار میکنیم؟ تخته جمع. صبح که خواب بلند شدی، چه میدونم لعاف و پتو و بالشت و اینا جمع یه گوشه اتاق که دیگه نری سر وقتشون، اونجا قشنگ فلت شیک میشینی درس میخونی، تخته جمع بشه، چالش تخت بی تخت. از مراحل جمع کردن تخت چقدر خوبه که از همین امروز شروع بشه، از همین امروز شروع کنیم. یه هفته بریم پیشباد واسه شهری جمع، قشنگ درست و درمون و حرفه‌ای اصلا چالش‌ها رو شروع کنیم. از همین امروز درست و درمون و حرفه‌ای استارتشو بزنیم، همچین آماده بشیم واسه چالش شهری جمع. منتظرم. از همین امشب اصلا شروع کن. آقا فردا صبح شروع شد، مرفو پس میگیرم از روز اول شهری جمع؟ نه، هممون از همین فردا صبح میخوایم چالش‌ها رو آروم آروم شروع بکنیم، یکم جمع شه موتورمون واسه یه شهری جمع. از مراحل جمع شدن تختت فیلم میگیری یا از تخت جمع شده عکس میگیری میفرستی، میخوام تختا رو جمع کنیم. فردا مامانا زنگ میزنه، یک، اگه رو زمین بخوابه سرما میخوره، اصلا اهمیتی نداره، کنکور مهمه، این کمرش درد میگیره، اصلا اهمیتی نداره، کنکور داره. رو تختاش ما چیزی میذاریم نخوابه؟ نه بابا، این همه حرفه، میگیره میخوابه، این تخته داره بدبختت میکنه. این سه تا چالش رو بریم تو کارش. تا ادامه داستان من بهت بگم چه اتفاقی میفته، منتظرم. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه ها. بریم ادامه داستان. خب قوانین شهری جمع 6 تا با من بیا جلو. یک، ساعت بیداری 6 صبح و از لحظه بیداری دانش آموز موظف طبق قوانین پادگان بیاد جلو. دو، هر دانش آموزی موظف ورزش صبحگاهش عکس و فیلم بفرسته. سه، ساعت 6 تا 6 و نیم زمان مناسبی برای آماده سازی برگه پیتزاست. پیتزا میاد توی کانال قرار میگیره، میخوای پرینت بگیری، میخوای روش بنویسی، هر کاری بکنی دیگه خودت میدونی. چهار، برگه پیتزا هر روز ساعت 6 و 15 دقیقه توی کانال قرار میگیره. پنج، بازه زمانی 22 تا 24 تایم مطالعاتی اختیاری، همون سبقت که گفتم خیلی مهمه. بدیهی است که دانش آموز در این تایم مطالعه میتونه خودش از رقباش جلوتر بندازه، به خاطر همین اسمش سبقت. اما خود سبقت هم قانون داره، اینجا رو باش. یک، پیشنهاد میکنم تو تایم سبقت دانش آموزایی که توی کلاس عمومی شرکت کردن و آفلاین دارن الان میتونن آفلایناشون رو ببینن. چقدر جذاب شد، 15 روز 15 تا تایم سبقت برای دیدن کل آفلاین های عمومی. دو، دانش آموزها میتونن توی این تایم جداگانه برای مرور و جمع‌بندی مطالب ازش استفاده کنن. سه، دانش آموزها میتونن توی این تایم جهت مطالعه عقب افتادگی های پیش آمده در طول روز استفاده کنن. ببین، در طول روز درستو میخونی، آخر شب تو تایم سبقت میتونی مرور و جمع‌بندی روزو داشته باشی، یا اگر در طول روز یا عقب افتادگی تو تایم سبقت میتونی اونو جلو بندازی. چهار، دانش آموزها میتونن از این تایم جهت تست بیشتر استفاده کنن. پنج، دانش آموزها میتونن از این تایم جهت مطالعه پیتزا استفاده کنن. وای چقدر دقیق، چقدر کامل. امبا منباخ، چهارشنبه 16 شهریور ساعت 19 یه لایو خفن داریم، برای شروع شهری جمع. همه یه بچه ها باید حضور داشته باشن توی این لایو، هم دانش آموزا هم والدینش. آقا والدینم نیستن سر کارن، از سر کار لایو ببینه، یه جوری دنبالش کن. باید همه باشید توی این لایو، چون میخوام اصول ابتدایی برای شروع شهری جمع که اینجا تو کلاس نمیشه گفت، اونجا کامل برات توضیح بدم چی هست و چی نیست. اما برای شروع شهری جمع اگر ندیدی این سه جلسه رو باید ببینی، جلسه 0 1 2 که 5 برگر رو داشته باشی، فرایند رو بلد باشی، پیتزا رو بدونی چیه. و مورد بعدی، بچه‌هایی که دارن به کنکور دی فکر میکنن، این سوالو من یه بار جواب بدم قشنگ برای جا بیفته، خیلی‌ها دارن میپرسن. آقا یک، من به کسایی توصیه میکنم تو کنکور دی شرکت بکنن که سال گذشته رتبهشون زیر 10000 شد، یعنی توانمند، رتبه کشوریشون توانمند، یارو واقعا اگر یه ماه دو ماه زمان بیشتر داشت زیر 1000 می آورد. این به درد دی میخوره، بقیه نمیتونن چون هول هولکی میشه، خراب میشه، سالیانه رو شرکت کن، اصلا خودتو به هم نریز. بعد یک موزلی که الان بچه های سالیانه پیدا کردن اینه، آقا من بخونم با سرعت بیشتر دیگه کلاسامو نبینم به دی برسم. چرت و پرت از کجا اومده؟ با کلاس با معلم هماهنگ همزمان اون موقعی که بعد نتیجه بگیریم نتیجه میگیریم، تو چه دی قبول شی، چه تیر میر سال بعد بعد بری دانشگاه، و چه فازی الکی. و مورد مهم بعدی، اینو خوب گوش بده. آقا من اگر تو کنکور دی شرکت کردم به کنکور دی نرسیدم نتیجه بد شد، واسه تیر چیکار کنم؟ اون موقع من بهت میگم باید چه روالی داشته باشی، چه اتفاقی بیفته. پس ذهنتو درگیر نکن، تو فقط با من هماهنگ و همزمان بیا جلو، اون چیزی که من میخوام دقیق شکل خواهد گرفت. بگیم تینا بیاد، بگیم تینا و مامانش بیان که کارمون رو سریع ببندیم. هر
سوالی داری، طرح‌ها رو می‌خوای بدونی، آقا پروفسور چه اتفاق میفته، اسمات چه اتفاق میفته، سری کلمه پادگان رو واسه این شماره می‌فرستی، برات ارسال میشه دفترچه‌اش، می‌تونی تصمیم گیری بکنی. تایم نداریم بچه‌ها، صفحه اولو بیاریم سریع. بود 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 نه مرسی مرسی دمک. بفهمید بفهمید خوبی. الان ساعت نیست که میخوای در یکم باز باشه. الان اوکی یه گرمه، ما تونه تو این تایم سعی کردیم خیلی کنترل شد. بفهمید شما بفهمید خانم قیاسی. خب تینا جان تو باید آره نگه داری اینجا میکروفونو آره که بتونم. خوبی شما؟ خیلی خوش اومدید. ما اول بهتون تبریک میگیم به خاطر رتبه تینا. ان شاءالله که تو انتخاب رشته هم اتفاقای خوب بیفته و خام دکتر یه دانشگاه خوب قبول بشه و کلی هممون کیف بکنیم. خواهش میکنم بزرگواری. خواهش میکنم انجام بدید. خب خانم که اصلا یه مقدار در مورد تینا میگید، روند درس خوندن چه اتفاقایی میفته، چه شرطی، چون الان خیلی از پدر مادرها هستن توی این کلاس و خیلی خوبه که بدونن که یه رتبه زیر 1000 پدر مادرش چه شرایطی رو براش ایجاد کردن. ببینید با توجه به اینکه ما چندین کلاً مشاور عوض کردیم، نه من میتونم بهتون بگم که اولین شرط موفقیتتون اینه که واقعا به مشاورتون اعتماد کنید. شما نمیتونید همزمان هم فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید و اینکه بخواید اجرا کنید. پس بنابراین تنها کاری که میکنید اعتماد بکنید، اجرا کنید و اینکه نیایید مثلا دور بزنید برنامه رو. اگر این کارو بکنید مطمئن باشید خودتون خسته میشید. این کارو میکرده؟ الان چرا شما باید اینو بگید؟ فکر کنم یه کلیه اتفاقایی میفته. الان فهمیدم. دور زدن مال برنامه‌های قبلی بودش که با مشاورای قبلی داشتیم واقعا اوکی نبود. خودم هم میدیدم اوکی نیست. نمیشد اجرا کرد این برنامه رو. یعنی مثلا روزی نداشتش که برنامه‌های عقب افتاده رو بتونن جبران بکنن. ما همچین روزایی رو نداشتیم. تینا همش فکر نکنید که حالش خوب بود یا مثلا همیشه خیلی ریلکس بود. نه بچه ها، همه تون آدمید، ربات نیستید و مطمئن باشید حس بد این وسط ها بهتون دست میده. ممکنه خسته بشید، ناامید بشید، اصلا ناامید نباشید. هر جا خسته شدی یه استوپ کوچولو کن، یه دور دور کنید، یه بستنی بخورید و دوباره بیاید بشین سراغ درستون. دقیقا کاری که ما انجام میدادیم. صدای ضبطتون رو ببرید بالا، تو ماشین جیغ بزنید، هر کاری میخواید بکنید ولی برگرد. اینو چیکار کردی؟ جیغ میزدی بستنی میخوردی؟ یعنی ضبطو زیاد میکردم، بعد با سرعت میرفتیم، جیغ میزدم بچه ها، یه دیوونه بازی انجام بدید، اون لحظه رو دیوونه بازی انجام بدید ولی بعدش برگردید. اصلا کاری نکنید که این استراحته بشه دو روز. ببین از 4-5 ساعت 6 ساعت حسابی خوش بگذرونید. اگه پلیس امنیت اخلاقی نگیرید بهتون برگردید به درس خوندن. همه چی برگردید با یه انرژی زیادتر و با کیفیت بیشتری کار کنه. مثلا کسی هستش که شاید استاد میگه من درس میخونم ولی اصلا ذهنش نیست، کیفیت نداره. کیفیت نداره بچه، با کیفیت درس بخونه. طبق برنامه‌ای که دارید پیش میرید درس بخون. جمعه‌هایی که استراحت دارید، اگه برنامه عقب افتاده دارید، واقعا اجرا کنید. و اینکه خانواده ها مراقب باشید. اگه مثلا من تو این دو سه سال واقعا مواظب بودم که روابطی نداشته باشیم زیاد، کسی نیاد مثلا جای زیاد نریم که بچه‌ها کرونا نگیرن که دو هفته اصلی بشه. الان تایم شهریور همه دارن میرن مسافرت. آره ما سعی کردیم این کارو نکنیم واقعا. یعنی واقعا هم نرفتیم. یعنی حتی خونه پدر بزرگ مادر بزرگ شما مادر. ولی الان حالتون خوب نیست؟ الان یه نتیجه گرفتید؟ کیف میکنید دیگه؟ خیلی حالا خوبه ولی خب مادرها همیشه استرس دارن. آره این طبیعی. آره استرس رو دارم. و اینکه تغذیه‌تون رو خیلی خوب بنوازید. چیزی که منو دیوونه می‌کرد تغذیه تینا بود. همیشه یه چیزی بخورید، سعی کنید مواد قندی، کربوهیدرات حتما به بدنشون برسه. همیشه رو میزتون یه چیزی باشه بخورید و خوب بخونید. بچه ها شما آینده ساز این مملکت هستید و واقعا میگم کشور ما یه کشوری هستش که فقط امیدمون شما هستید. یعنی سعی کنید از نظر ذهنی، از نظر هر چیزی که واقعا یه پزشک لازم داره، هر شغلی هستید. به نظرم همیشه به تینا میگم، میگم آشپزم که آدم میخواد بشه یه آشپز درست حسابی با انصاف فرد باشه. هر شغلی رو که انتخاب میکنید، دوست دارید، هر رشته‌ای انصاف داشته باشید و سعی کنید توش بهترین بهترین باشید. این توصیه من به شماست. اوکی دارن اشاره میکنن، هی تایمو دارن بهمون میگن. خب خیلی ممنون، ببخشید ما یکم تایممون چیز شد، تام سرد شد، مجبور شدیم وسطش گرم شی برگردی بیاری. اوکی تینا حرف آخر با بچه ها اگر صحبتی داری چیزی فقط میکروفونو بگی الان خوبه. برنامه رو خیلی جدی بگیرین و آزمونا رو خیلی جدی بگیرین، مخصوصا آزمونای صبح. یکم بچه‌ها تنبلی، خود چون خودم اینطوری بودم. میکروفون بیا بالا. آزمونای صبح وقتی آزمون رو میدین تمام میشه درصد رو میبینین،
مخصوصا اگه پایین شد ولش نکنین، همون لحظه چک کنین، اگه نکته ای داشت تو دی ان اتون وارد کنین حتما، چون آزمون صبح معمولا عمومیه، خیلی به درسهاتون کمک میکنه. الان همون عمومی دیگه، درسته؟ الان دیگه عمومیه تو کلا از کنکور فاصله گرفت، عمومی از کنکور هست شد. چرا؟ برای ارتقای معدل، یعنی برای ترمیم دارم که حالا روند. پس تو دو تا ماجرا رو میگی، برنامه رو اجرا بکنم، آزمون ها رو تحلیل کنم. دست شما درد نکنه. چکینگ رو بگیریم که با شماست دیگه. آره، بقیه‌اش با ما. دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم. ما به رسم سنت همیشگی توی سیستممون خیلی ناقابله و فقط و فقط به خاطر اینه که به یاد ما باشید. خانم دکتر اینو بالای میز مطالعات بزن تا تخصصم ان شاءالله همین فرمون بری جلو و هر موقع استرس میگیری بستنی بخوری، جیغ بزنی، راحت بری. ببینیم انشالله چه اتفاقی میفته. تخصص میخوای چه بکنی؟ اینم بگو، فکر کردی اصلا بهش؟ چون من دندون و دارو رو جفتش دادم تو انتخاب رشته. اگه دندون باشه که ارتودنسی، اگه دارو باشه که بالینی، داروخونه پول پارو میکنی تو سنت. اوکی، دم شما گرم، خدمت شما ناقابله. خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. ممنون، متشکرم، بزرگواری شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدافظ. ممنون و متشکرم. خب اوکی، درست اون ور صدا حله؟ اوکی. خب رفقا فقط به من بگید حالتون چطوره؟ تینا نره عکس نگرفتیم. حالتون چطوره؟ الان دقیقا فهمیدید وقتی استرس اومد سراغتون حالتون بد شد، جیغ بزنید، بستنی بخورید. خیلی علمی و دقیق و حرفه‌ای. و حرکات مارپیچ در اندرسکو. اوکی، دمتون گرم. آقا همه چیزو بهتون گفتم، قضیه شهریجم هم گفتم، داستان چیه؟ چهارشنبه ساعت 7 بعد از اونم یه لایو فوق‌العاده داریم. چالش از همین الان استارت بخوره دیگه، گرم بشیم که شهریجمو درست و درمون حرفه‌ای با هم دیگه بهتر کنیم. صفر مطلقم باشید، درست و درمون نتیجه خواهیم گرفت. فکر کن طرحتو انتخاب بکن، با کلاسینو تماس بگیر که کارها کامل اجرایی بشه و بیایم جلو. چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که یادت نره تو هر شرایطی هستی، هر اتفاقی داره واسات میفته، اگر تو حسوال خوب داشته باشی، هدف داشته باشی، غیرت رسیدن بهش داشته باشی، مسلماً یه ماجرای فوق‌العاده برات خط میشه. من هنوز کلی حرف دارم. امیر نصرتی اینجا وایساده، نمیذاره کلاس رو ادامه پیدا بکنه دیگه، خودتون میدونید. و آقای نصرتی دمتون گرم، خدافظ.